بفهم. با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما رو از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنند. جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان رو در تاریخ 8 مای سال 2022 و در ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنیم. من در ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. سکا خانم هستی عبداللهی اصل با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در فروردین ماه 1401، جناب آقای آرشا کچویان با بررسی هدف 5 از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای داوود لطفی با موضوع جدایی دین از دولت، سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع حکم ارتداد، سرکار خانم لیلا ابوطالبی با موضوع تاریخ ادیان و مذاهب و جناب آقای اسفندیار سنگری با موضوع روز جهانی مطبوعات و آزادی قلم در ایران. و در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم با موضوع حق امنیت اجتماعی، امنیت شغلی. دوستان و همراهان عزیزم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو بیان بکنن. من در ابتدای کار از خانم هستی عبداللهی دعوت میکنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در فروردین ماه 1401 رو به اطلاع شما برسونم. سرکار خانم عبداللهی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام خدمت همه همراهان و همکاران عزیز که امروز همراه ما هستید. من اولین خبر گزارش نقض رو با این خبر شروع میکنم. سکینه بهجتی، نوکیش مسیحی، جهت تحمل حبس راهی زندان لاکان رشت شد. سکینه بهجتی نوکیش مسیحی روز شنبه 27 فروردین ماه جهت تحمل حبس راهی زندان لاکان رشت شد. سکینه بهجتی مرداد ماه 99 از سوی دادگاه به 2 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری محکوم شد. که این خبر نقض ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 18 حق آزادی عقیده است. فریبا دلیر نوکیش مسیحی برای تحمل 2 سال حبس به زندان رفت. فریبا دلیر نوکیش مسیحی روز شنبه 27 فروردین ماه برای تحمل محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین رفت. وی به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح‌آمیز دینی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره یک کلیسای مسیحی تبشیری به تحمل زندان محکوم شده است. که این خبر نقض ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه است. یک نمازخانه اهل سنت در زاهدان تخریب شد. سه‌شنبه 23 فروردین ماه نمازخانه نبی رحمت شهروندان اهل سنت در زاهدان به دلیل نامعلومی تخریب شد. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است این نمازخانه که در زاهدان و خیابان دانش واقع شده بود چندین سال است در این محل ساخته شده. زیر نظر مسجد مکی برپا بود و امامان جماعت و حافظان آن از طلاب مسجد مکی زاهدان بودند. که این خبر نقض ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه هست. بازداشت یک شهروند در قزوین به اتهام توهین به مقدسات در فضای مجازی. دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت یک شهروند در این شهرستان خبر داد و اتهامات مطروح علیه وی را توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت کیفرخواست این فرد صادر شد و جهت صدور رأی به دادگاه‌های کیفری دو قزوین ارسال گردید. در این گزارش به هویت این شهروند اشاره‌ای نشده است. که این خبر نقض ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 19 حق آزادی بیان است.
سعیده خضوعی شهروند بهایی بازداشت شد. سعیده خضوعی شهروند بهایی ساکن تهران پس از حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین بازداشت شد. سعیده خضوعی مادر ارسلان یزدانی شهروند بهایی است که در تاریخ دهم شهریور ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و به یکی از بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین منتقل شده بود. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت این شهروند اقدام به تفتیش منزل و ضبط شماری از وسایل شخصی او کردند. وی نهایتاً در تاریخ 25 مهر ماه 1400 با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود که این خبر نقض ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه است. سهیل عربی جهت اجرای حکم احضار شد. سهیل عربی زندانی عقیدتی سابق پنجشنبه 18 فروردین ماه با دریافت ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه یکم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده است که طی مدت 10 روز جهت اجرای حکم به این شعبه رجوع کند. آقای عربی پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به وسیله سامانه‌های مخابراتی به 2 حبس تعزیری، پرداخت 5 میلیون تومان جزای نقدی، لزوم کسب مجوز از مقام قضایی به منظور خروج از کشور به مدت 2 و 2 حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین محکوم شده است. این حکم در تاریخ 25 آذر امسال یعنی در واقع سال 1400 توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز عیناً تایید شد که این خبر نقض ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 19 حق آزادی بیان است. 2 طلبه سنی در گنبد کاووس به ضرب گلوله کشته شدند. این 2 نفر حدود ساعت 20:50 دقیقه شامگاه یکشنبه 13 فروردین در محله چایبوین گنبد کاووس به قتل رسیدند و تحقیقات برای شناسایی عاملان این قتل آغاز شده است. پلیس هویت مقتولان را گل محمد آخوند پژمان و عبدالرحمن آخوند خوجه اعلام کرده و گفته است این 2 نفر در محل حوزه علمی این شهرستان به ضرب گلوله به قتل رسیدند. قتل این 2 طلبه پیش از برگزاری مراسم نماز تراویح که مسلمانان سنی در شبهای ماه رمضان پس از نماز عشا به جماعت می‌خوانند صورت گرفته است که این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 22 حق امنیت اجتماعی است. محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی و عباس دهقان ممنوع ملاقات شدند. 3 درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ یعنی محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی و عباس دهقان دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می کند. محمد شریفی مقدم همچنین از رفتن به کتابخانه زندان نیز محروم شده است. از دلایل محرومیت این 3 درویش گنابادی، مجادله و بحث با پیروزفر معاون زندان تهران بزرگ عنوان شده است. این درویش گنابادی در جریان واقعه گلستان 7 در سحرگاه 1 اسفند ماه 96 بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. که بعد اضافه کنم که تقریبا هر کدوم از این افراد به حدود 7.5 زندان محکوم شدن متاسفانه. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 19 حق آزادی بیان هستش. تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مولوی عبدالمجید اسماعیل زهی. روز 11 فروردین ماه 1401 نیروهای نظامی به سمت یک روحانی بلوچ اهل سنت در دشت سمسور تیراندازی کردند. هویت این روحانی بلوچ عبدالمجید اسماعیل زهی برادر خانم مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان عنوان شده است. گفته می شود این روحانی بلوچ به همراه فرزند خود در حال تردد از دشت سمسور در شهرستان ریگان استان کرمان جهت رفتن به سمت زمین کشاورزی خود بوده که نیروهای نظامی به سمت خودروی وی تیراندازی کردن و البته قبل از اینکه بتونن ماشینشون رو متوقف کنن ماشین پلیس به عقب ماشین این
روحانی اهل بلوچ زده و باعث ایجاد تصادف هم شدن و در آخر پلیس هدفش رو از این کار صرفاً پرسیدن این که کجا دارن میرن به چه مقصدی اعلام کرده که خیلی به نظرم غیر منطقیه. این خبر نقض ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه هست. قصد مسجد تاریخی اهل سنت آبادان، تنها مسجدی که در آن موزیک پخش می شود. مسئولان جمهوری اسلامی این مسجد تاریخی را به مکانی برای نمایشگاه‌های هنری، فرهنگی و همچنین مرکز ارائه آثار سپاه و بسیج تبدیل کردند، به گونه‌ای که امروزه به راحتی در آن موزیک هم پخش می کند. در دهه‌های گذشته بارها مردم و فعالان مذهبی اهل سنت خوزستان تلاش کردند که این مسجد تاریخی را احیا کنند و آن را تبدیل به عبادتگاه کنند، اما با بازداشت و تهدید مواجه شدند. حتی شیخ عبدالحمید دوسری، امام جمعه اهل سنت وقت اهواز، را چند سال زندان و شکنجه کردند. مسجد مذکور یکی از زیباترین مساجد جنوب کشور به شمار می رود که قدمت آن به اواخر دوران قاجار باز می گردد. این خبر هم نقض ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه هستش. محرومیت حمزه درویش از تماس با خانواده علاوه بر محکومیت جدید و فشار برای اعترافگیری اجباری. علاوه بر پرونده سازی و محکومیت جدید، حمزه درویش از تماس با خانواده نیز در زندان لاکان رشت محکوم شد. زندانی عقیدتی سیاسی حمزه درویش در اواخر سال 1400 دادگاهی و محکوم به حبس اضافی شد. این در حالی است که حکم بر علیه وی غیابی صادر شده و عوامل زندان او را برای اعترافگیری اجباری و دروغین تحت فشار قرار دادند. در تاریخ 14 اسفند ماه 1400 به این زندانی عقیدتی سیاسی ابلاغ شد که به اتهام توهین به خامنه‌ای و خمینی به 18 ماه و یک روز زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 ماه زندان محکوم شده است. که این خبر نقض ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه هستش. بازداشت یک شهروند به دلیل ادعای امام زمانی در خمینی. یک شهروند در شهرستان خمینی به دلیل آنکه خود را امام 12 شیعیان خوانده است توسط نیروهای انتظامی بازداشت شد. با توجه به خلأها و ابهامات قانونی مشخص نیست چگونه طرح اتهام و اقامه دعوا در مورد مدعیان امام زمانی صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش این شخص 40 ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شده است که این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 19 حق آزادی بیان است. دادگاه انقلاب رشت 3 نوکیش مسیحی را به حبس و جریمه نقدی محکوم کرد. دادگاه انقلاب رشت به ریاست حسین موسوی با صدور دادنامه 3 نوکیش مسیحی به نامهای احمد سرپرست، مرتضی حاجب مشهودکاری و ایوب پوررضازاده غیر تسلیسی را به تحمل حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. مصادیق اتهامات وارده با این افراد فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل کلیسای خانگی و ارتباط با سازمان‌های مسیحی صهیونیستی خارج از کشور عنوان شده است. یک منبع مطلع در تشریح این خبر به او گفت در حالی این 3 نوکیش مسیحی به حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند که اداره اطلاعات سپاه رشت به عنوان ضابط پرونده در روندی غیرقانونی بر قاضی پرونده مسلط شده و با ایجاد حاشیه سازی و سفسطه گری خواسته خودش را برای محکومیت این افراد به دادگاه القا کرد. علت این امر هم این بود که فعالیت تبلیغی علیه نظام جرمی نبود که متهمان این پرونده با آن مرتکب شده باشند و قاضی با تحت تاثیر قرار گرفتن از سوی ضابط امنیتی این حکم را صادر کرد. که این خبر نقض ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه هستش. و اما آخرین خبر، گلایه و انتقاد مولانا عبدالحمید به عدم اجازه ساخت مدرسه دینی عظیم‌آباد سیستان. روز یک شنبه 7 فروردین ماه 1401 مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در همایش دانش آموختگی مدرسه دینی امام ابو حنیفه
در عظیم‌آباد سیستان با اشاره به قرابت و خویشاوندی تاریخی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان خواستار صدور مجوز ساخت برای مدرسه دینی عظیم‌آباد از سوی مسئولان شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت وقت آن رسیده است که مشکلات و تبعیض‌ها برطرف و موانع وحدت و اخوت برداشته شود و همه مردم ایران با یک نگاه نگریسته شوند که این خبر نقض ماده 2 عدم تبعیض و ماده 26 حق تحصیل رایگان برای همه هستش. همراهان عزیز از اینکه همراه من بودید و به من گوش دادید ممنونم. اگر سوالی بود در خدمت هستم. سپاسگزارم خانم عبداللهی، متشکرم. همونطور که دوستان فکر کنم متوجه شدن توی ماه گذشته تعداد اخباری که در رابطه با اهل تسنن، در واقع نقض حقوق اهل تسنن اتفاق افتاده خیلی زیاد بوده واقعا. یعنی فکر کنم از این چند تا خبری که شما خوندید بالای 70-80% فقط مربوط به اهل تسننه. البته نه اینکه ماهای دیگه حالا کاری باشون ندارن، هر ماه اتفاق میفته این نقض ها، ولی خب توی ماه گذشته متاسفانه حق تسنن خیلی خیلی بیشتر مورد ظلم و ستم واقع شدن. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب سپاسگزارم از همه دوستان، متشکرم خانم عبداللهی. از سخنران بعدی ما دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای آرشا کچویان با بررسی هدف 5 از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای کچویان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود خدمت همه همکاران و شنوندگان عزیز، در ابتدا هدف 5 از سند 23 یونسکو رو با هم مرور میکنیم. پایان بخشیدن به همه اشکال تبعیض علیه تمام زنان و دختران در همه جا. از بین بردن تمامی اشکال خشونت علیه همه زنان و دختران در فضاهای عمومی و خصوصی، از جمله قاچاق انسان، بهره کشی جنسی و سایر اشکال استثمار. از میان برداشتن تمامی رفتارهای زیانبار مانند ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری و ختنه زنان. به رسمیت شناختن و ارزش نهادن به مراقبت‌های بدون دستمزد و کارهای خانگی از راه تسویق و خدمات عمومی، ایجاد زیرساخت‌ها، سیاست‌های حمایتی اجتماعی و ترویج مسئولیت‌های مشترک در خانه و خانواده متناسب با شرایط ملی، تضمین مشارکت کامل و مؤثر و فرصت‌های برابر برای زنان جهت رهبری در تمام سطوح تصمیم‌گیری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و زندگی اجتماعی، تضمین دسترسی جهانی به بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری در راستای توافقات برنامه اقدام کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و برنامه اقدام پکن و اسناد نهایی کنفرانس‌های بازبینی مربوطه، اجرای اصلاحات برای دادن حقوق مساوی به زنان درباره منابع اقتصادی، همچنین دسترسی به مالکیت و در اختیار گرفتن زمین و سایر اشکال دارایی، خدمات مالی، ارث و منابع طبیعی بر اساس قوانین ملی. تقویت استفاده از فناوری‌های توانمندساز به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارتقای توانمندسازی زنان. اتخاذ و تقویت سیاست‌های مناسب و قوانین قابل اجرا برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در تمامی سطوح. همانطور که مشاهده می‌کنید این قوانین بسیار واضح و بدون هیچ شرط و شروطی جلوی تبعیض علیه بانوان و زنان را می‌گیرند. برای مثال ذکر شده که کودکان ازدواج نکنند، زنان توانایی رهبری یک جامعه را در تمامی سطوح داشته باشند و غیره. کارهایی که زنان در خانه و همچنین برای مراقبت از فرزندان انجام می‌دهند با حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه درمانی و غیره ارج داده شود، تضمین بهداشت جنسی و مانند آن. حال به مواردی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره زنان آمده است توجه فرمایید. در مقدمه این قانون آمده
رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست داد و در این میان شوخه های اعدام، شکنجه های قرون وسطایی و زندان های دراز مدت بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد الله اکبر سر می دادن یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتن، انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید و غیره. خب همونطور که مشاهده میکنید اینجا ارزش قانونی ندارد و فقط یک سری شعار و داستان است که صد البته اینجا اول از زنان نام برده شده. این قانون همین شعار و داستان را ادامه میدهد و جایی دیگر میگوید همبستگی گسترده مردان و زنان از همه قشرها و جناهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود و مخصوصا زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند. صحنه های از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش شتابان به سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان میداد، بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود و ادامش. بعدن که این داستان ها تموم میشه و به قسمت راهبردی مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میرسیم که مشخصا با تیتر زن در قانون اساسی آمده است، در متن کامل آمده است که در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمین ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیعی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی، پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. پایان. اگر بخوایم این متن را به زبان ساده ترجمه کنیم، راهبرد جمهوری اسلامی ایران طبق این قانون اساسی اخراج زنان از بازار کار که گفته شده در بالا دیگر ابزار کار نیستند، برای بر عهده گرفتن نقش مادری به منظور پرورش انسانهای مکتبی در خانواده است. احتمالاً اینجا منظورش از لفظ پرورش انسانهای مکتبی هم پرورش مردان مکتبی بوده، ولی روش نشده که بگم که به این صورت بگوید. باری این امر با سیاست عدم تبعیض زنان در مشارکت اقتصادی که در هدف 23 یونسکو آمده مغایرت دارد. حال به قسمت حقوقی قانون اساسی میرسیم. در یکی از بندهای ذیل اصل سوم آمده تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت اقتصادی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. اینجا آمده که زن و مرد باید در برابر قانون مساوی باشند. حال آنکه در واقعیت در قوانین مصوب این گونه نیست. برای مثال دیه مرد و زن برابر نیست. در طلاق مرد و زن حقوق مساوی ندارند. زنان نمی توانند بدون اجازه همسرشان از کشور خارج شوند، ولی مردان می توانند و غیره. لازم به ذکر است که قانون مجازات اسلامی افراد را نه به عنوان انسان‌های برابر، بلکه انسان‌ها را به گروه‌های زن،
مرد، پسر و دختر زیر سن معین تقسیم بندی کرده است. همچنین این قوانین افراد با به مسلمان یا نامسلمان تقسیم نموده که مشخصا به این طریق تفاوت و تبعیض‌های قانونی را بر شهروندان اعمال می‌کند. به عبارت دیگر همین گروه بندی و دسته بندی نشانه تبعیض است. در غیر این صورت چه نیازی بود که هر گروه قوانین مخصوص به خود را داشته باشند؟ در ادامه بحث، طبق اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه افراد ملت اهم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. خب همانطور که مشاهده می فرمایید، این قانون مشروط شده به رعایت موازین اسلام. صرف نظر از اینکه نظر اسلام در این باره چیست، قوانین مشروط ارزش حقوقی ندارند. برای مثال اگر شما خودرویی بخرید و در قرارداد فروش بنویسید این فروش به شرط رضایت مالک خودرو می باشد و یا بنویسید به شرط عدم تغییر شرایط اقتصادی کشور است، عملا این قرارداد فروش باطل است و ارزش حقوقی ندارد. همچنین لازم به ذکر است که این است که اصل 20 بعد از اصل 3 آمده. بنابراین طبق قوانین حقوقی توضیح اصل 3 قانون اساسی تلقی می شود. حال مشخص است که چرا برابری زنان و مردان در برابر قانون که در اصل 3 قانون اساسی آمده در عمل ندید گرفته شده است، چون که طبق اصل 20 همین قانون، این قانون مشروط و در نتیجه بی اثر شده است. در اصل 21 قانون اساسی همین موارد ادامه پیدا کرده آمده: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبط آنان در صورت نبودن ولی شرعی. همونطور که مشاهده می فرمودید، این قانون نیست مشروط به با رعایت موازین اسلامی شده و در عمل ارزش قانونی ندارد. این آخرین باری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زنان نام برده شده است، ولی بعداً در اصل 115 ریاست جمهوری را فقط در اختیار مردان قرار داده و در اینجا هم با هدف 5 سند 23 یونسکو که خواستار مشارکت و فرصت برابر زنان جهت رهبری جامعه شده در تضاد می باشد. لذا تغییر و بروزرسانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدم در جهت خروج از وضعیت تأسف‌بار فعلی و همگامی ایران با دنیای روز لازم و ضروری می باشد. در پایان نیز از بانوان سعیده خوزوی، شهروند بهایی و همچنین فریبا دلیل و سکینه بهجتی، نوکیشان مسیحی که اخیراً هم به دلیل عقیدهشان و هم به دلیل جنسیتشان مورد آزار و اذیت واقع شدن یاد میکنم. با تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید، من مایک رها میکنم. سپاسگزارم جناب آقای کچویان. متشکرم. در رابطه با در واقع این برابری جنسیتی صحبت کردید و هدف 5 سند 23 یونسکو و حالا توضیحات کامل شما دادید در رابطه با قوانین جمهوری اسلامی که خب قاعدتا در تضاد با این مسئله. درست حالا میان توی قانون می نویسن که ما در اصل بر این میذاریم که زن و مرد با هم برابر باشن و از حق و حقوق مساوی برخوردار باشن، ولی در عمل چنین چیزی هیچ وقت ندیدیم و الان هم فکر نمی کنم ببینیم همچین چیزی و حداقل اتفاقاتی که داره توی جامعه هم میفته ببینیم. در واقع بخش عمده 50% جامعه رو که در واقع زنان جامعه تشکیل میدن رو تا تونستن محدود کردن، به یه گوشه هل دادن، در واقع دست و پاشون رو بستن که نتونن کاری بکنن. البته خب توی چند سال اتفاقات خیلی خوب زیادی هم افتاده، زنان ما در واقع آگاه‌تر شدن نسبت به قبل، بیشتر از حق خودشون دفاع میکنن، بیشتر مطالبه گری میکنن و این خودش باعث شده که جمهوری اسلامی هم یه جورایی بیشتر بترسه و سرکوبش هم میبینیم که توی این چند ساله بیشتر کرده علیه زنان.
سپاسگزارم از شما جناب آقای کچویان. از دوستان و همراهان عزیز، اگر در رابطه با بحث در واقع هدف 5 یا سند 20 یونسکو که آقای کچویان ارائه کردن صحبت، نقطه نظر، دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله جناب آقای لطفی، بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیزم. از نقطه نظر من، خب تو بحث میشه گفت تساوی حقوق خانم ها و آقایان در ایران، متاسفانه که خب همه اونجور که شنیدیم و شما فرمودید همچین تساوی نیست، نبوده و نخواهد بود. ولی خب خوشبختانه همینجور که فرمودید شبکه های اجتماعی و یه مقدار باز بودن شبکه ها و باز بودن با رفتن به سمت جامعه مدرناسیون به قولی مدرن شده، این امکان فراهم میکنه برای بانوان و جوانترها، دختر خانم های جوان که بتونن یه مقدار متفاوت ببینن نسبت به همه چی، این دیدگاهشون متفاوت بشه. و از اونجایی که باید تغییراتی در سطح جامعه اتفاق بیفته، این حرکت و رهبری این اتفاق با خانم هاست و امید ما به آینده اینه که این حرکت رو خانم ها استارت بزنن و با پشتیبانی حالا فرزندان اینا و خاک حالا در هر گوشه که هستن، بتونن با پشتیبانی مادرهاشون، خواهرانشون و همسرانشون اون چیزی رو که لایق خودشون و خانوادهشون و ایرانه برای خودشون کسب کنن. پس واقعیت حرکت و میشه گفتش اون اتفاقی که باید در ایران امروز بیفته فقط از نشأت میگیره از حرکت بانوان ما، که امید داریم این اتفاق زودتر بیفته. ممنونم وقتی که دادید. سپاسگزارم جناب آقای لطفی، متشکرم. بله و خوشبختانه میشه گفت این حرکت در واقع اتفاق افتاده، توی این چند ساله داریم میبینیم که واقعا بانوان کشورمون چقدر فعالیت‌های مدنی دارن میکنن و الان بخش خیلی زیادیشون واقعا توی زندان متاسفانه و خیلی هاشون حبسهای واقعا طولانی مدت گرفتن و با امید اون روزی که واقعا هیچ زندانی سیاسی، حالا چه خانم چه آقا، واقعا توی زندانهای کشورمون وجود نداشته باشه. سپاسگزارم از شما و همطور از آقای کچویان، متشکرم. از سخنان بعدیمون دعوت میکنم که خدایی لطفی هستن. سخنان بعدی ما جناب آقای داوود لطفی با موضوع جدایی دین از دولت. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله، مجدد عرض ادب و احترام و تبریک روز مادر رو خدمت شما خانم های عزیز در جلسه و بانوان عزیز. امیدوارم که خداوند به شما سلامتی و طول عمر با عزت بده. حضورتون همیشه در بین ما مردها باعث افتخاره. اما در مورد موضوع سخنرانی، جدایی دین از سیاست یک نوع نگرش سیاسی و مدنیه که بر طبق آن این دو باید از هم جدا باشند و در امور یکدیگر دخالت نکنند. جدایی دین از سیاست رو سکولاریسم هم میگن. سکولاریسم رویکرد خاصیه که بر اثر تحولات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی مغرب زمین پس از دوره رنسانس به وجود اومد که از مهمترین نتایج این پدیده شکلگیری نظریه جدایی دین از سیاسته. پایه و اساس افکار سکولار بر اموریه که به انکار شدید مرجعیت دین در امور اجتماعی و سیاسی تاکید میکنه. در حکومت معنی سکولاریسم عدم دخالت باورهای مذهبی در امور حکومت و برتری دادن اصول حقوق بشری بر سایر ارزش‌های هر گروه و دسته‌ایه. اما در جامعه شناسی و هر موقعیتی که در اون جامعه مفهوم‌های مذهبی رو در تصمیم‌گیری‌های خودش کمتر دخالت بده یا این مفاهیم کمتر موجب اختلاف یا درگیری بشه، سکولاریسم گفته میشه.
امروزه اغلب دولت‌های مهم جهان اهمیت سکولاریسم و دموکراسی رو پذیرفتن که این منجر به جدایی دین از دولت شده و این بدان معنا نیست که پس از سکولاریزاسیون پوزش میخوام نهادهای دینی دیگر نمیتونن در مورد مسائل عمومی و سیاسی حرفی بزنن، بلکه بدین معناست که دیدگاه‌های نهادهای دینی نباید بر جامعه تحمیل بشن یا مبنای سیاست‌گذاری عمومی قرار بگیرن. در عمل دولت باید تا حد امکان نسبت به عقاید گوناگون و متفاوت دینی بی‌طرف بمونه، نه مانع اونها باشه نه مجری خواسته هاشون. در این مورد فقط کافیه به عنوان مثال نگاهی بندازیم به عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه‌های اجرایی که با اختیارات داده شده به این ارگان‌ها چگونه و با چه دیدگاهی آسایش جامعه رو سلب کردند. ارگان‌هایی که باید امنیت آور باشند و از دیدگاه مردم پشتیبانی کنند و آرامش بخش اونها باشند، امروز متاسفانه منفور جامعه شدند و با اعمال قوانین ضد حقوق بشری روزگار را بر همگان تنگ کردند. دیدگاهی برگرفته از تفکرات مذهبی که کاملا بر جامعه داره تحمیل میشه متاسفانه. رابطه بین دین و دولت یا سکولاریسم امروزه دارای اقسام و طیف گسترده‌ای در میان حکومت‌های جهانه. در برخی از کشورها مانند ترکیه و فرانسه جدایی دین از دولت تا حدی پیش رفته که از ورود مذهب و دین به دولت به شدت حراست میشه. از طرف دیگه در برخی از کشورها مانند ایران قوانین و زمامداری کشور بر اساس شریعت و قوانین دینی پایه‌گذاری شده. در کشورهای به ظاهر سکولار نیز روابط بین دین و دولت کم و بیش دیده میشه. مثلا در انگلیس ملکه الیزابت رهبر کلیساهای انگلیسه و یا در آلمان کلیساها از دولت کمک‌های مالی دریافت می‌کنند و حمایت می‌شن. در آمریکا اما جدایی دین از سیاست در سطوح فدرال توسط قوانین مدنی این کشور تضمین شده، به طوری که در اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا نوشته شده هر گونه قانونگذاری که در آن دین و مذهبی چه مورد حمایت چه منع گردد توسط مجلس سنای آمریکا ممنوع خواهد بود. اما موافقان سکولاریسم بر این باورند که گرایش به سکولاریسم و به دنبال آن دوری از دین در دولت‌های سکولار نتیجه اجتناب ناپذیر عصر روشنگری است که در آن گرایش عمومی جامعه به سوی علم و خرد سوق پیدا کرد و از دین دور شد. از طرف دیگه مخالفان سکولاریسم بر این باورند که یک دولت سکولار خود مشکلات زیادی به بار میاره بدون اون که بتونه راه حلی برای مشکلات اصلی مانند آزادی عقاید فردی و مذهبی ارائه بده. برای مثال اگرچه قانونهای اساسی کشورهای دانمارک، فنلاند، نروژ و ایسلند رابطه میان حکومت و دین که حالا دینشون کلیساس رو به رسمیت میشناسند، اما این کشورها از بسیاری کشورهای سکولار آزادتر محسوب میشن. ایسلند در میان اولین کشورهایی که حق سقط جنین رو به رسمیت شناختن نیمه اول قرن بیستم، یا اینکه دولت فنلاند برای احداث مساجد بودجه دولتی در نظر میگیره. اما در ایران از زمانهای گذشته به طور مثال دوره هخامنشیان، کوروش بزرگ حکومت خودش رو منشأ یافته از اهورامزدا میدونست. در دوره صفویه شاه هم رئیس مجلس بود، هم رئیس دولت بود و هم رهبر دینی. و در زمان قاجار پادشاهان خودشون رو سایه خدا بر روی زمین مینامیدن. در زمان کنونی حکومت مذهبی ایران خود رو در عالم اسلام بی سابقه و تنها حکومت حقیقی اسلامی میدونه. آقای خمینی یکی از مخالفین سکولاریسم جدایی دین از سیاست رو تحت عنوان اسلام آمریکایی نام برده و گفته اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید برن درسشون رو بخونن، چه کار دارن با سیاست. از بس تزریق شده بود در این مغزها که باورشان آمده بود که باید برویم توی مدرسه درس بخونیم و چه کار داریم به این که در مملکت چه می‌گذرد، امر حکومت با قیصر است و به ما چه ربطی دارد. او در جلسه سخنرانی ششم خرداد سال 60 گفت این رو بدونید که تنها روحانیت میتونه در این مملکت کارها رو پیش ببره. فکر نکنید بخواید کنار بگذارید روحانیت رو.
متاسفانه نتیجه این تفکر رو امروز در سطوح مختلف کشور شاهدیم که روحانیت با ایران در طی این 40 سال چه کرده. ایران در بین 192 کشور سازمان ملل تنها کشوری در جهانه که بنا و اساس آن بر مبنای دین سالاریه، که البته به تازگی افغانستان هم با به روی کار آمدن طالبان به این جلگه خواهد پیوست. افرادی مانند مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش و آقای مهدی حائری یزدی هم در ابتدا با جمهوری اسلامی همکاری داشتند که در نوشته هاشون و گفته های بعدی اونها آثار موافقت این جدایی رو میتونیم ببینیم. آقای حائری یزدی در کتاب خودش به نام حکمت و حکومت این نظرش رو بیان کرده. ایشون نوشته خلاصه کلام این که نه از مفهوم نبوت و نه از مفهوم امامت هیچ ایما و اشاره‌ای به تشکیل یک نظام سیاسی که مسئول اجرای تکالیف رو و مسئولیت اجرای تکالیف رو بر عهده بگیره استنباط نمیشه. تنها این خود مردم و مکلفینن که باید همان گونه که در تدبیر بهزیستی خودشون و خانواده خیش میکوشند به همان نحو فرد اکمل و اصلح جامعه خود رو شناسایی کنند و برای زمامداری سیاسی کشور خودشون انتخاب کنند. آیین کشورداری نه جزوی از نبوت و نه در ماهیت امامت مدخلیت داره. آقای عبدالکریم سروش یکی دیگه از موافقین جدای دین از سیاست، سکولاریسم رو به طور کلی به دو تا دسته تقسیم میکنه: سکولاریسم سیاسی و سکولاریسم فلسفی. در سکولاریسم سیاسی یا حکومت فرادینی، سکولاریسم یعنی انسان نهاد دین رو از نهاد دولت جدا کنه و حکومت نسبت به تمام فرقه ها و مذاهب نگاهی یکسان داشته باشه و تکثیر اونها رو به رسمیت بشناسه و نسبت به همه اونها بی‌طرف باشه. وی سکولاریسم سیاسی رو به معنای جدا کردن حکومت از دین میدونه و نه جدا کردن دین از سیاست. به گفته اون اگرچه یک معنی سکولاریسم نفی دخالت روحانیت در امور تعریف میشه، اما این به معنی نفی دخالت دین نیست. با سکولاریسم سیاسی فرادینی کسی هم که مؤمن است خاطر جمع میشه که دین و ایمانش محفوظه و حکومت به اعتقاد و عمل او تعرضی نمی کنه. وی معتقد با آمدن دموکراسی و سکولاریسم سیاسی به دین و به عمل دینداران لطمه نخواهد خورد، که از طرف دیگر با آمدن دینداران دموکرات خط مش سیاسی غیر دینداران هم آسیب نمیبینه. یعنی همزیستی مسالمت آمیزی در سایه یک نظام دموکراتیک تحقق پیدا میکنه. اما سکولاریسم فلسفی که معادل با بیدینی و بیعتقادی به دیانته و نوعی ماتریالیست یا ماده‌گراییه، این نوع سکولاریسم با اندیشه دینی غیر قابل جمعه. در مورد سکولاریسم فلسفی البته در آخر بهش اشاره میکنم، موافق با بند ماده 18 اعلامیه حقوق جهانی بشر تقریبا میشه. اما در ادامه، در ایران مدت‌ها این بحث در سطوح مختلف وجود داشته و داره، ولی هیچ زمانی اراده‌ای برای انجام اون نبوده، چرا که منفعت مسئولین متدین در رأس کشور بر داشتن قدرت سیاسی و دینیه که در لوای دین بتونن هر کاری رو انجام بدن. به هر حال این حکومت دینی با تکیه بر روحانیت چه منفعتی برای مردم داشته؟ چه کاری پیش از حکومت‌های غیر دینی و سکولاریزه شده انجام داده؟ و این مذهبی و دینی بودن چه دستاوردی برای مردم ایران داشته و داره؟ عقاید مذهبی قبل از انقلاب، وضعیت بد اقتصادی، فقر و بسیاری دیگر آسیب‌ها و پدیده‌های منفی جامعه در قبل انقلاب رو به عدم حضور دین و یا حکومت سکولار غربی شده نسبت می‌دادند و مدعی بودند آموزه‌های دینی، اجتهاد و فقه پویا می‌تونه نقشه راه جامعه رو برای برپایی بهشت زمینی داشته باشه. امروز بعد از گذشت چندین سال از انقلاب ایران میشه به روشنی و واقع‌گرایانه درباره کارایی حکومت دینی و تأثیر آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به داوری بشینیم.
حکومت اسلامی ایران تا چه اندازه تونسته با آرمان‌ها و وعده‌های خودش جامعه عمل بپوشونه و ایران رو نگین دنیای اسلام کنه. حکومتی که به نام مذهب و معنویت روی کار اومد، چه کارنامه‌ای در زمینه ارزش‌های اخلاقی و معنویت و انسانیت از خودش بر جای گذاشته؟ آیا این دینی بودن تونسته فضایل اخلاقی در سطح جامعه رو بیشتر و فساد رو کمتر کنه؟ آیا به گسترش نوعی اخلاق سیاسی برتر و متفاوت به دور از نیرنگ و فریب و دروغ باشه منجر شده؟ وضعیت اقتصادی و سیاسی حقوق بشری، زیست محیطی و غیره امروز عالیه یا حداقل در مسیر تعالی قرار گرفته؟ رفاه اجتماعی و خط فقر امروز کجاست؟ آیا ایران امروز از لحاظ اقلیمی و آب و هوایی وضعیت خوبی داره؟ دستگاه قضایی دینی نسبت به نظام‌های قضایی دیگر کشورها و حتی نسبت به گذشته کاراتر و عادلانه‌تره؟ دزدی، تقلب، رشوه در جامعه دینی ایران از بقیه کشورها و حتی از ایران قبل از انقلاب آیا کمتر شده؟ آیا پیروان ادیان و سایر گروه‌های مردمی با هر دیدگاه و سلیقه‌ای در سایه این حکومت دینی از حق آزادی برخوردارند؟ وضعیت آزادی بیان، شفافیت سیاسی، فعالیت احزاب، انتخابات و گردش قدرت آیا عادلانه است؟ وضعیت زندانی‌های سیاسی و عقیدتی بهتر شده و زندان‌ها امروز خالی‌اند؟ آرمان‌های انسانی در سایه این حکومت دینی به بالاترین درجه خودش در سطح جواب جهانی رسیده؟ آیا این حکومت دینی اون مدینه فاضله‌ای که در ابتدای مسیر خودش توی ذهن‌ها ساخت رو تونست حتی یه بخش کوچیکیش رو به سرانجام برسونه؟ پاسخ به تمام این آیاها و بسیاری پرسش‌های دیگه چندان دشوار نیست. امروزه میتوان به خوبی جایگاه ایران رو در بین جوامع جهانی مشاهده کرد، جایگاهی که رو به قهقراست. کمتر کسی در داخل ایران و خارج از ایران باور داره که این سیستم و حکومت دینی تونسته و میتونه به مردم کمکی کنه و وضعیت مطلوبی برای ایران عزیزمون و مردمان نازنینش مهیا کنه و در سطح بین المللی جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه. دخالت دین تو حکومت حتی در حوزه‌هایی مانند اخلاق عمومی، رابطه با معنویت که به کارکرد نمادین نهادهای دینی در جامعه مربوط میشن ناموفق بوده. فساد که تا بالاترین ارکان حکومت و نهادهای رسمی نفوذ کرده و رقمهای نجومی رو در بر میگیره، معنادارترین نماد شکست حکومت دینی در ایرانه. حکومت دینی نه تنها به اخلاقی کردن سیاست و جامعه کمکی نمیکنه که به انحراف دین از کارکرد اصلیش میانجامه و حکومت را هم به بن‌بست ناکارایی میکشونه. جدا کردن دین از حکومت و سازوکارهای حکومتی به معنای دین ستیزی نیست. دین برای اینکه جایگاه واقعی خودش رو توی جامعه پیدا کنه و بتونه نقش معنوی و اخلاقی خود رو به خوبی ایفا کنه، راهی جز کنار گذاشتن سودای قدرت سیاسی نداره. کما اینکه به وضوح دین ستیزی رو امروزه در سطح بالایی از مردم و مخصوصا جوانان می‌بینیم. راه خروج از این بن‌بست سیاسی و اخلاقی گذاشتن نقطه پایانی بر تجربه ناموفق پیوند دین و سیاست و برگردوندن دین به جایگاه اصلی خودشه. ایران برای خروج از این وضعیت نابسامان و بن‌بست بزرگ نیازمند این افقه. افقی که باید این امکان رو فراهم کنه که رنج‌ها و فجایع کنونی امروزه کاهش پیدا کنه و مردم ایران با صلح و مدارا و دموکراسی آشتی کنن. برای اینکه در نام خدا همه چیز ممکن نشه، باید حکومت دینی و تحمیل دین حداکثری به عرصه عمومی کنار گذاشته بشه و این میسر نیست مگر با یک همه پرسی آگاهانه و انتخاب حداکثری به جدایی دین از سیاست و دولت و روی کار آمدن دولت و حکومتی از بدنه مردم که به معنای واقعی دموکراسی رو به اجرا بذاره و ایران رو به کشوری پیشرفته و تمام زمینه‌ها مبدل کنه. طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دینه. این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب، آزادی علنی کردن آیین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها و چه به صورت جمعی یا اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسب، عبادت، برگزاری اون در محیط عمومی و خصوصیه و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگر رو به لحاظ تمایز،
و اختلاف اندیشه رو نداره که نداشتن این حق برای مردم مهمترین دستاورد این نظام دینیه. دین باید به فضایل اخلاقی در افراد بیانجامد، نه با تحمیل خود اخلاق رو هم از بین ببره، به امید روزی که شاهد آن باشه. ممنون از وقتی که به من دادید و به این سخنرانی گوش کردید. سپاسگزارم. ممنونم آقای لطفی، بسیار عالی و خوب، جامع و کامل بود. در واقع در رابطه با حالا بحث اعتقاد و باور، خب هر کدوم از ما به یک چیزی باور داریم، حالا یکی مسیحیت، یکی بهائیت، یکی اصلا به هیچی باور نداره، که همونم خودش یه باوره، در واقع به هیچی باور نداره. ولی چقدر خوبه که ما بتونیم به همدیگه احترام بذاریم، هر کسی عقیده و باور خودش رو تو قلب خودش نگه داره، همون چیزی که در واقع اون دین یا اون مذهب یا اون باور ازش خواسته اجرا بکنه، فرایض دینیش رو انجام بده، حالا هر کاری که، من خیلی تخصص ندارم تو این زمینه، هر کاری که ازش خواسته انجام بده، ولی به حق کسی تعدی نکنه، حق حقوق کسی رو ضایع نکنه، باعث نشه کسی برنجه ازش. توی همون دین فکر کنم تو همه ادیان بهش اشاره شده دیگه، در واقع نباید کسی رو برنجونیم. حالا توی همون اسلام هم حق الناس اسمش میگن، حق الناس، حالا یه چیزای دیگه، حق کسی رو نخوریم، همه اینا توی همه ادیان بهش اشاره شده. ولی متاسفانه ما میایم یه بخشایی رو که دوست داریم اجرا میکنیم، یه بخشایی که دوست نداریم اجرا نمیکنیم، شاید به ضررمون باشه، خیلی به اون سمت و سو نمیریم. حالا کاری که جمهوری اسلامی هم داره این کارو انجام میده تو این حداقل 40 سال اخیر، حالا قبلش هم شاید انجام میداده، در واقع توی ایران، البته حکومت قبلی، در واقع اونو خیلی من اطلاع ندارم، اونم در واقع داره این کارو انجام میده، هر جا به نفعشه پای اسلام رو میکشه وسط و در واقع از اختیاراتی که اسلام بهش داده شده نهایت استفاده رو میکنه. الان هم اسلام خب توی در واقع تمام قانون اساسی کشورمون، تو سیستم قضایی، توی همه جا در واقع هست، یه ماده تبصره‌ای به اسم اسلام توی قوانینمون هست و داره از تمامی مسائل نهایت سوء استفاده رو میکنه برای سرکوب در واقع بقیه ادیان و در واقع برای بقای خودش. سپاسگزارم از شما، از بقیه دوستان و همکاران عزیز. اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده توسط آقای لطفی نقطه نظر، دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشید. بله، سرکار خانم بیرجندی، بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سپاس از شما جواد ناصری و ممنون از آقای لطفی بابت سخنرانی خیلی خوبشون. منم میخواستم به همین موضوع اشاره کنم که در واقع یه زمانی روحانیون در ایران نقششون به عنوان یک روحانی کمک به مردم بود، یا حالا مردم مثلا برای تظلم خواهیشون پیش روحانیون میرفتند و مثلا حالا کمک میگرفتن. اما الان متاسفانه جمهوری اسلامی شده خودش اون منشأ ظلم به مردم و مردم واقعا نمیدونن که کجا باید برن و به کی باید اون ظلمی که بهشون شده رو بگن و کسی هم پاسخگو نیست. من حالا در این موردم یه چیزی شنیدم چند وقت پیش، البته کاملا مطمئن نیستم که روحانیون در زمان پهلوی اعلام کرده بودن که ماهی یک بار یا هفته یک بار، اینو مطمئن نیستم، 24 ساعت تلویزیون ایران رو بدن دستشون که میتونن از این طریق فقر رو در ایران ریشه‌کن کنن. حالا جالبه که الان 43 ساله که کل صدا و سیما، تلویزیون و مطبوعات و همه تریبونا دستشونه و بعد این 43 سال نه تنها فقیرتر و ندارترمون نکردن، هیچ کاری هم نکردن. یعنی باز یه نقطه مثبتش اینه که حداقل این که این ثابت شد به همه که اونها نمیتونن، یعنی روحانیون نمیتونن واقعا حکومت داری کنن و بتونن جامعه رو به اون طرز صحیحی که باید باشه اداره کنن. مرسی که مایکو به من دادید، ممنونم.
سپاسگزارم خانم بیرجندی، کاملا درسته. بالاخره هر کسی باید توی اون پست و تخصصی که داره گوارده بشه. در غیر این صورت اگر که فرض کنیم یک نفر که تخصص اقتصاد داره بیایم توی چه میدونم بخش کشاورزی بذاریم، یه پستی بهش بدیم یا مسئولش بکنیم، با اینکه آدم تحصیل کرده یه آدم روشنفکریه، تخصص داره، ولی تو زمینه خودش تخصص داره، از کشاورزی شاید سر در نیاره، یا اون کسی که متخصص کشاورزی حالا بیام توی اقتصاد بخوایم ازش استفاده کنیم، قاعدتا این اتفاق نمیفته. حالا چه برسه به روحانیونی که به قول خودشون کارشون فقط بحث معنوی بود و اصلا هیچ سررشته‌ای نه از اقتصاد نه از مدیریت و از هیچ چیز دیگه هم نداشتن، الان کل مملکت دستشونه، دارن اداره میکنن و خب قاعدتا حالا دیدیم در واقع اثراتش حداقل توی این 40 سال گذشته و حداقل اون اجر و قربی که شاید 40 سال پیش داشتن رو به تبع دیگه الان ندارن. شاید اون موقع خیلی وقتی در رابطه با یک حالا ملا، روحانی، آخوند، هرچی اسمشو بذاریم صحبت میکردیم، همه به نیکی ازش یاد میکردن، شاید اون موقع خیلی در رابطه باش خوب صحبت میکردن، کسی بد نمیگفت، ولی الان وقتی اسم یه روحانی، آخوند وقتی میاد به دنباله اون یه سری کلمات صفات خیلی بد و زشت متاسفانه داره استفاده میشه و این نشون میده حداقل توی این 40 سال گذشته عجل قربشون واقعا از دست دادن. سرکار خانم کریمزاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام خدمت دوستان، خسته نباشید. من با این قسمت صحبت آقای لطفی که گفتن که جدای دین از سیاست 100% موافقم. تو کشور ما تا وقتی که سیاست با دین یکی هستش کشور ما کشور نمیشه. به نظر من دین برای رستگاریه، برای رستگاری و سعادتمند شدنه و یه اعتقادیه، اما سیاست یه چیزیه برای حکومتداری، برای اینکه کشور رو بتونن اداره کنن و اینا جدا از هم دیگه است و تا وقتی که تو کشور ما این دوتا با هم یکی هستش و در هم آمیخته هستش مشکلات ما تمومی نداره و ما کشورمون کشور نمیشه. به نظر من میخواستم اینو در میون بذارم. ممنون که مایک رو در اختیارم گذاشتید. سپاسگزارم خانم کریمزاده، کاملا درست میفرمایید دیگه. این در واقع دو تا قطب مختلف متضاد هم دیگه هستن و قاعدتا این دو تا هیچ ربط و هیچ دخلی به هم دیگه نداره. یعنی بحث معنوی، بحث اعتقاد، بحث باور هیچ ربطی به سیاست واقعا نداره و فکر نمی کنم این دوتا رو بشه در کنار هم گنجوند. سپاسگزارم از شما جناب آقای لطفی، متشکرم از همه دوستان. از سخنران بعدی رو دعوت میکنم، سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع حکم ارتداد. خانم بیرجندی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سپاس مجدد. خب بر طبق قانون ایران مسلمانی که دین خودش رو ترک بگه یا به مذهب دیگه گرایش پیدا بکنه متهم به ارتداد میشه. به علاوه اگه شخصی چه مسلمان و چه غیر مسلمان اظهاراتی کنه که نسبت به پیامبر اسلام یا دیگر چهره‌های مقدس شیعه یا پیامبران دیگه توهین آمیز تلقی بشه، میتوان اون اتهام صعب النبی رو متوجه ویسا. هم ارتداد هم صعب النبی از جرائم مستوجب اعدام محسوب میشن، در حالی که توهین به مقدسات در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده، ارتداد به طور صریح به عنوان جرم ذکر نگردیده. با وجود این بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی ایران در مواردی که قانون سکوت کرده باشه قانون شرع جاری میشه. در نتیجه قوه قضاییه ایران این اختیار رو پیدا میکنه که بر اساس برداشت و تفسیر خود از قانون شرع افراد را به ارتداد متهم کنه. با اینکه قرآن صریحاً ابراز نمی‌کنه که ارتداد مستحق مجازاته، اکثریت فقها در این مسئله توافق دارن که شخص مرتد رو باید اعدام نمون.
این حکم بیشتر بر پایه روایاتی قرار داره که به پیامبر اسلام نسبت دادن و همچنین در تشیع که مذهب رسمی ایران می باشد، روایات منصوب به ائمه شیعه که به عقیده شیعیان جانشین بر حق پیامبر اسلام هستند، از جهت اعمال مجازات اعدام به شخص مرتد حائز اهمیت است. اما موارد ارتداد و صعب النبی در ایران نادرند. با وجود این، افرادی از گروه های گوناگون و متفاوت به این گونه جرایم مذهبی محکوم میشن. افراد مسلمان زاده که به مسیحیت گرویدند یا بهائیان، مسلمانانی که تفاسیر و تعابیر متداول از اسلام رو به چالش میکشند و افراد دیگه که عقاید مذهبی غیر مرسومی دارن توسط حکومت جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته میشن و محاکمه میشن. در برخی از مواقع موارد ارتداد واضحا زمینه سیاسی داره، در حالی که در موارد دیگه این پرونده ها بیشتر دارای ماهیت مذهبی هستن. اما تعدادی از موارد ارتداد هم هست و شرایط موجود در هر یک از این موارد رو توضیح میدم که نشون بدیم قوانین ارتداد چگونه در عمل به کار گرفته میشه. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را رعایت کنه. قوانین ایران در مورد ارتداد و توهین به مقدسات و نیز جرم خفیفتر توهین به مقدسات، تعهدات بین المللی ایران در مورد حقوق بشر را نقض میکنه. ضمناً اعمال مجازات اعدام برای جرایم مذهبی ناقض قوانین بین المللیه، چون قوانین بین المللی حقوق بشر مجازات اعدام رو به موارد شدیدترین جنایت محدود میکنه و ارتداد هم در زمره چنین جرایمی محسوب نمیشه. قائل شدن تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان و همچنین بین زنان و مردان و عدم ارائه تعریفی مشخص از جرم ارتداد در قانون هم از دیگر موارد موازین نقض حقوق بین الملل توسط قوانین مربوط به ارتداده. قانون مجازات اسلامی که نام قانون کیفری ایرانه، ارتداد رو به طور صریح ممنوع نمی کنه. با وجود این، قانون مذکور اظهار میکنه که بر طبق ماده 167 قانون اساسی ایران، در مواردی که قانون مجازات اسلامی در مورد جرمی سکوت کرده باشه، باید بر اساس قانون شرع عمل کرد. این از قوه قضایی ایران رو قادر میکنه که با وجود اون که قانونن تعریفی برای جرم ارتداد وجود نداره، موارد ارتداد رو مورد پیگیری قانونی قرار بده. در نتیجه با توجه به اینکه هیچ تعریف دقیقی از ارتداد موجود نیست و بدون وجود درک یکسان از آنچه که میتواند موجب ارتداد شود، چارچوب حقوقی اعمال شده برای دادرسی موارد ارتداد مبهمه و همطور جرایم صعب النبی و توهین به مقدسات که صراحتا در قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است نیز مبهم است، زیرا معلوم نیست چه اظهاراتی را میتوان به اندازه کافی توهین‌آمیز تلقی کرد که پیگرد قانونی چنین جرمی را توجیه کنه. اما از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی، اتهام ارتداد علیه طیف گسترده‌ای از افراد مطرح شد. کسایی که به مسیحیت یا بهائیان مسیحیت گرویدن یا بهائیان و مسلمانانی که دیدگاه متفاوت با حاکمیت محافظه کار دارن و افرادی که دارای عقاید مذهبی غیر متعارف باشن توسط مقامات ایران هدف قرار گرفتن. در برخی موارد مجازات اعدام صورت گرفته، در حالی که در موارد دیگر متهمین به تحمل دورهای حبس طویل المدت محکوم شدن. شرع کلاً به معنای قانون مذهبی اسلام تعریف میشه و اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان پیروان شیعه اثنی‌عشری هستند و اسلام شیعی مذهب رسمی تعیین شده و توسط حکومت ایرانه. در فقه شیعه قانون شرع احکام خود رو از 4 منبع استنباط میکنه: قرآن، سنت، اجماع و عقل. نخستین و مهمترین منبع قرآنه. قرآن که وحی منزل از جانب خداوند محسوب میشه و حاوی احکامیه که در
قانون شرع گنجانده شده. دومین منبع سنته که میتونیم اون رو مجموعه عملکردهای محمد داماد او علی و 11 تا از عقبه او که معروف به ائمه هستند دانست. سنت بر پایه روایت قرار دارند که به زندگی محمد علی و 11 امام دیگه نسبت داده میشه. به این روایات حدیث گفته میشه و اونها پایه و اساس اکثر احکام شرع رو تشکیل میدن. منبع سومم که عقل هست و فقهای شیعه درباره عقل و میزان اعتماد و تکیه بر اون به عنوان یک منبع حل مسائل فقهی دیدگاه های متفاوتی دارند. و منبع چهارم و آخر قانون اسلامی اجماع است که به معنی اتفاق آرای علمای اسلامی می باشد. اما قرآن برای ارتداد به صراحت مجازات مرگ و توصیه نکرده، چون بین علما در واقع بر سر آیه هایی که در قرآن هست که من فقط بهش اشاره می کنم کوتاه که وقت دوستان رو نگیرم، به توافق نرسیدن. تعدادی از آیات قرآن طوری تفسیر شدن که از اونا اینجوری استنباط میشه که افراد مرتد باید کشته شد. یکیش آیه 217 سوره بقره هستش که من معنیشو میخونم که میگه کسانی از شما که از دین خود برگردن و در حال کفر بمیرن، آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه و بی ثمر میشن و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. فخرالدین رازی فقیه معروف سنی در تفسیر آیه مزبور میگه که شخص مرتد باید کشته شه. اما آیت الله محمد جواد فاضلی لنکرانی روحانی معاصر ایرانی میگه که رازی بر این باور بوده که تمام اعمال شخص مرتد بیهوده و بی‌ارزشه و در نتیجه میتوان زندگی شخص مرتد رو پایان داد، چون که حیاتش دیگه ارزشی نداره. بنابراین مرتدی که دیگه به اسلام اعتقاد نداره مثل اونه که از جان و ناموس و میراث خود دست کشیده و تعداد زیادی علمای اسلام هم معتقدن که مجازات اعدام برای ارتداد با قرآن ناسازگاره. رساله ای توسط محسن کدیور نگاشته شده که موضوع ارتداد و مجازات مرگ رو به تفصیل مورد بحث قرار داده و آیه 256 سوره بقره رو که فهم کنم همه آشنا هستید، لا اکراه فی الدین، رو اون رو وسط کشیده و گفته که در دین هیچ زور و اجباری نیست و الی آخر که من ادامهش رو نمیگم و به این استدلال ورزیده که من اجبار در پذیرفتن دین که در این آیه بیان شده به این معناست که افراد باید هم در پذیرش اسلام و هم در ترک آن آزاد باشن. اما آیت الله سید حسن صدرم که روحانی شیعه ساکن عراق اظهار داشته که آیه 256 سوره بقره درباره مسلمانانی که به پیامبر اسلام ناظر شده که به مسیحیت روی آورده بودند و محمد توصیه کرد که آنها را مجبور به بازگشت به اسلام نکنند. علی‌رغم اون که دادگاه ایران بسیاری از افراد رو به جرم ارتداد گناهکار تشخیص داده، هیچ ماده تو قانون مجازات اسلامی وجود نداره که این عمل رو جرم تلقی کنه. اما چند تا اصل قانونی وجود داره که قضاوت به قضات این اختیار رو میده که متهمین رو به جرم ارتداد محکوم کنه. حالا اصل 167 میگه قاضی موظفه که کوشش کنه حکم هر دعوا رو در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمیتونه به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع کنه. بر همین اساس هم ماده 220 قانون مجازات اسلامی در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده، اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل میشه. حدود هم جمع کلمه حدوده که حده که ماده 15 قانون مجازات اسلامی حد رو مجازاتی تعریف میکنه که موجب نوع میزان کیفیت اجرای اون در شرع تعیین شده. پس در نتیجه ماده 220 قانون مجازات اسلامی عملا اظهار میکنه که
جرایمی که بر طبق قوانین ایران قابل مجازات هستند فقط به اونهایی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده محدود نمیشه. اما معیارهای اثبات جرایم مذهبی، بر طبق قانون مجازات اسلامی اثبات وقوع جرم برای جرایم مستوجب حدود به چند طریق صورت میگیره. این بخش روش‌های رایج اثبات جرایم مذهبی هستش که توی قسمت قبلی ذکر کردم. اول ارتداد رو میگم خدمتون. از اونجا که قانون مجازات اسلامی درباره جرم ارتداد سکوت کرده، هیچ قانون صریح هم وجود نداره که طریق اثبات ارتداد رو شرح بده. ماده 160 قانون مجازات اسلامی روش های متفاوت اثبات جرم رو به طور کلی ذکر میکنه که بر اساس این ماده اقرار، شهادت دو تا شاهد مرد یا علم قاضی هر کدوم میتونه دلیل محکومیت باشه. ماده 211 قانون مجازات اسلامی هم مفهوم علم قاضی رو به شرح زیر توضیح میده که عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیان در امری است که نزد وی مطرح میشه. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف قرائن و امارات بیان مستند علم خود را به طور صریح در خود قید کنه. اما فقهای اسلام درباره این که آیا علم قاضی به وقوع جرم در مباحث حقوقی کافیه یا خیر دیدگاهی متفاوتی دارن و اکثریت علما از جمله آیت الله خمینی تصریح کرده که علم قاضی در تمام شرایط قابل اعماله. برخی فقها معتقدن که علم قاضی فقط هنگامی قابل اعماله که حقوق خداوند مطرح باشه، در حالی که دیدگاه دیگر اینه که اعمال یعنی همون علم قاضی باید به مواردی محدود شود که حقوق مردم مطرح بشه. اما در مورد صواب نبی، شروط اثبات محکومیت درباره اون همان شروط اثبات جرایم دیگر است، یعنی همون اقرار متهم، شهادت دوتا شاهد یا علم قاضی. و در مورد توهین به مقدسات هم معیار اثبات اهانت به مقدسات هم همان معیاریه که برای اثبات جرایم دیگه وجود داره، یعنی همون چارتایی که عرض کردم. اما اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میکنه که نمیتوان شخص را به جرم ارتکاب عملی که در زمان انجام غیر قانونی محسوب نمیشده مجرم شناخت. ماده 11 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار میکنه هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده محکوم نمیشه. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از اونچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت درباره احدی اجرا نخواهد شد. و دادگاه حقوق بشر اروپا هم اصل قطعیت قانون رو در چند مورد از تصمیمات خود مورد بحث قرار داده که ماده 7 کنوانسیون حقوق بشر اروپا دقیقا با همان لحن گرفته به کار گرفته شده که در ماده 211 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15.1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سخن میگه. اما این تبصره ماده چیه که به ممنوع ساختن عطف قانون کیفری به ما سبق به طوری که به ضرر شخص متهم تمام شود محدود نمیشه. قانون مزبور نمایانگر اینه که تنها قانون میتونه جرم رو تعریف کنه و مجازات اون رو تعیین کنه و این نیز این اصل رو در برابر داره که قانون کیفری نباید تا به اون درجه مثلا با مقایسه و تمثیل و تعبیر و تفسیر کرد که به ضرر فرد متهم تمام بشه. مقصود اینه که تخلف باید به وضوح در قانون تعریف بشه. چنین شرطی در صورتی برقرار میشه که شخص بتونه عبارات مندرج در موارد مربوطه رو بدونه و در صورت لزوم با طلب اعانت از تفاصیل و تعابیر دادگاه درک کنه که انجام و یا عدم انجام چه اعمالی برای اون مسئولیت ایجاد میکنه. اما کوتاه هم بگم که گزارشگر ویژه سازمان ملل هم در ارتباط با قوانین ضد تروریسم در مورد آزادی اساسی هم گفته که ممنوعیتی که توسط قانون مقرر شده باید به شکلی بیان بشه
به این شکل بیان بشه که این قانون به اندازه کافی برای مردم قابل فهم باشه، به طوری که مردم بتونن به خوبی درک کنن قانون چه محدودیت هایی در مورد رفتار اونو قائل شده و نیز اینکه عبارات به کار رفته شده در قانون به اندازه کافی دقیق باشه، به طوری که افراد بتونن رفتار خودشونو بر اساس اون تنظیم کنن. اما قوانین ارتداد ایران نه به اندازه کافی برای مردم قابل فهمه و نه به اندازه کافی دقیق و سریعه. ایران داره نظام قانون مدنیه، بنابر این فقدان وضوح و دقت در قوانین موضوعه در مقایسه با کشوری که داره نظام رویه قضایی هستش مشکلات بیشتری ایجاد میکنه. تقریبا تمامی جرایم حدود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده و بر طبق اون قابل مجازات هستن، حتی جرم غضب اگه اشتباه نکنم که به معنای متهم نمودن دروغین شخصی به ارتکاب زنای محسن یا لواط می باشد و یا شاید هیچگاه هم علاوه عملا مورد دادرسی قرار نگرفته است، در قانون مجازات اسلامی قید شده. ارتداد تنها مورد استثنا می باشد و با وجود بازبینی های مکرر قانون مجازات اسلامی جرم ارتداد به این قانون اضافه نشده. بر طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی در مواردی که قانون سکوت کرده باشه، قانون شرع حاکم میشه که بنابر تبعیت ایران از ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این بستگی داره که ارتداد تا چه اندازه در قانون شرع تعریف شده، که همونطور که در قبل براتون گفتم تفاوت نظرها ابهامات قابل توجهی درباره اون چه که باعث ارتداد میشه وجود داره، هرچند که فقها عموما با یکدیگر هم عقیدن که ترک اسلام و گرایش به دینی دیگر یا الحاد موجب ارتداد میشه، اما درباره این که چه اعمال خاصی باعث ارتداد هستن دیدگاه‌های متفاوتی دارن. و در مورد چگونگی تاثیر قوانین ارتداد بر مسلمانان اهل تسنن که 5-10% جمعیت ایران تشکیل میدن هم ابهامات قابل ملاحظه ای هست. با توجه به اینکه اعتقادات اهل تسنن از جمله اعتقادات مربوط به ارتداد با عقاید مسلمانان شیعه مذهب تفاوت داره، این مطلب واضح نیست که آیا شخص سنی بر اساس فقه شیعه مرتد محسوب میشه و یا فقه سنی. علاوه بر اون معلوم هم نیست که اگه یه فرد شیعه به مذهب سنی ایمان بیاره وی رو میشه مرتد حساب کرد یا خیر. اما نتیجه که میشه گرفت از این موضوع اینه که قانون شرع تعریف یکسانی نداره، اگرچه تغییر آیین و اقبال و ادیان دیگه معمولا ارتداد محسوب میگردن، اما فقها در مورد اعمال دیگری که ارتکاب آنها میتونه شخص رو مرتد کنه با یکدیگر هم توافق ندارن. و اینکه دادرسی ها و محکومیت هایی که بر پایه اتهامات ارتداد و سب و نبی هستند با قوانین بین المللی حقوق بشر و تعهدات ایران نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داره و جمهوری اسلامی ایران از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب رو نقض میکنه. ضمناً ایران با تحمیل مجازات اعدام برای جرایم مذهبی حق حیات رو هم زیر پا میذاره و بالاخره اون که ماهیت مبهم ارتداد در قانون ایران رو میتونیم نقض این شرط بدونیم که محکومیت های کیفری باید بر پایه قوانینی باشه که در زمان ارتکاب تخلف وجود داشته. من فقط خیلی کوتاه اسم چند نفر رو میخواستم برای شما بیارم. اصخایی میکنم آقای کریمی، آقای ناصری زمان دارم من یا چون من متوجه نشدم چند دقیقه سخنرانی کردم؟ بله خانم بیجانی، 6 دقیقه دیگه هم میتونیم. آه اوکی، خب پس برای 6 دقیقه دیگه مشکلی نیست. مرسی، ممنون از اینکه سخنرانی من رو گوش دادید. سپاسگزارم خانم بیجندی، متشکرم از شما. بله متاسفانه در رابطه با قوانین صحبت کردید، قوانین هم که بر کشور ما حاکم الان بیشترش در واقع قوانین شرع و کمتر به اون قوانین نوشته قوانین قضایی که در واقع توی
قانون اساسی نوشته شده رجوع میکنم و بیشتر به همون قوانین شهر رجوع میکنم برای اجرا، برای صدور احکام. در رابطه با محاربه هم که نظر من اینه که در واقع اکثر حکمای صادره بر اساس علم قاضی داره صادر میشه برای جرمایی مثل جرمایی این چنینی که رفت به باور شخص داره، رفت به اعتقاد شخص داره، همه و همه داره بر پایه علم قاضی در واقع صادر میشه. حالا علم قاضی خب دیگه بستگی به اون قاضی داره دیگه، دیدگاه اون قاضی چیه نسبت به اون شخص، نسبت به اون حالا دینی که اون شخص حالا دینش رو عوض کرده یا حالا جرم دیگه‌ای که مرتکب شده. در واقع دیدگاه قضات ما همش یه چیز مشخصه، یعنی معلومه به کدوم سمت و سو میره این احکام صادر. سپاسگزارم خانم بیژندی. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با سخنرانی خانم بیژندی سوال، نقطه نظر، دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. متشکرم خانم بیژندی. از سخنران بعدی رو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما سرکار خانم لیلا ابوطالبی با موضوع با موضوع تاریخ ادیان و مذاهب. خانم ابوطالبی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام و عرض احترام به همگی همکاران عزیز و دوستان گرامی، موضوع خودم رو شروع میکنم. یهودیت کتاب مقدس شامل 66 تا کتاب جداگونه است که بیش از 30 نفر به 3 زبان مختلف عبری، آرامی و یونانی و در مدت حدود 1600 سال اونو نوشتن. این کتاب به 2 تا بخش عمده عهد عتیق و عهد جدید تقسیم میشه و یهود فقط بخش عهد عتیق رو که مشتمل و 39 تا کتاب مقدس خودش میدونه. اسفار پنجگانه تورات موسی، گفته های پیامبر و سایر نوشته های مقدس کلمات خداوند هستند که به موسی و سایر مردان خدایی که پس از وی ظهور کردند الهام شدند. هر یک از این کلمات کتاب مقدس به تنهایی مقدسند. قبل از آغاز دوره رنسانس یکی از علمای یهود به نام ابن عزرا وحیانی بودن کتاب مقدس رو مورد تردید قرار داد. ولی با آغاز رنسانس اولین نقد رسمی رو اسپینوزا مطرح ساخت و اعلام دونست که نویسندگان کتاب‌های عهد عتیق افرادی نیستند که در دید سنی به اونها منسوب بشن و به همین خاطر از سوی بزرگان یهود تکفیر و از جامعه یهودا اخراج شد. محققین بعدی کار اسپینوزا را ادامه دادند و به این نتیجه رسیدند که تورات منشأ و منبع واحدی نداره و از 4 منبع که اونها را یهوه‌ای، الوهیمی، تسمیعی و کاهنی می‌نامند. پس از اسارت بابلی و در دوره کاهنان یعنی 500 سال قبل از میلاد تعریف شده. این رویکرد هرچند بر شواهد تاریخی استناد می‌کنه ولی با اصرار بیش از حد بر نفی ماوراءطبیعه و منشأ وحیانی دین چشم خودش رو بر پاره از حقایق می‌بنده و با یافتن ضعف در یک کتاب و یک دین به نفع همه ادیان و آموزه‌های اونا می‌پردازه. از دیدگاه اسلام هر دو تا رویکرد فوق که در میان یهودیان کنونی رایجن، راه افراط و تفریق رو پیمودن. این دیدگاه نه همانند رویکرد اول در تمام عهد عتیق موجوده رو وحی الهی و نه همانند رویکرد دوم اونو به طور کلی جدا از وحی میشماره و به انکار وحی در انبیای بنی اسرائیل میپردازه، بلکه نظریه جداگونه ای رو مطرح میکنه. تاریخ یهودیان در ایران به زمان عهد عتیق بازمیگرده. توی کتابهای اشیا، دانیال، عزرا و نحیما مطالب زیادی در مورد زندگی یهودیان در سرزمین پارس وجود داره. در کتاب عزرا شاهان ایرانی به دلیل اجازه دادن به یهودیان برای بازگشتشون به اورشلیم و بازسازی معبد خودشون مورد احترام قرار گرفتن. بازسازی معبد بنا به دستور کوروش، داریوش و خشایارشا انجام شد. این اتفاق مهم در تاریخ یهودیان در قرن ششم پیش از میلاد رخ داد که در اون زمان گروه‌های یهودی پابرجا و بسیار بانفوذ در ایران وجود داشتن. توی قرن ششم پیش از میلاد یهودیان 3 بار از سرزمین اسرائیل اخراج شدن و در بابل توسط بخت و نصر به اسارت گرفته شدن. این اتفاقات در کتاب ارمیا تعریف شده. در اولین اخراج در زمان
جهویاشین در 597 قبل از میلاد بخشی از معبد سلیمان تخریب شد و بعض نخبگان هم اخراج شدند. بعد از 11 سال یهودیان شورش کردند و شهر غارت شد و اخراج‌های بیشتری شکل گرفت. 5 سال بعد ارمیا به یک اخراج دیگه اشاره می‌کنه. بعد از این هخامنشیان توسط کوروش بر بابل ویروس شدند. یهودیان اجازه بازگشت به سرزمینشون رو پیدا کردند. کوروش به اونا اجازه داد که دین خودشون رو آزادانه پیروی کنن، که این بار برخلاف حکمران آشوری و بابلی قبلی بودن. شرح دستور کوروش و بازگشت یهودیان به اورشلیم و تکمیل معبد دوم توی کتاب عزرا نهیما ذکر شده است. حال در مورد مسیحیت. مسیحیت به باور پیروان این دین، مسیحیت راهی یکتاپرستانه و نهایت وعده خدا به ابراهیم. پیام آور این راه عیسی مسیحه و کتاب مقدس اصلی این دین کتاب عهد جدید هستش. آموزه هایی چون سگانه باوری، تسلیت، مرگ مسیح به عنوان کفاره گناهان، تمید آب و روح القدس از باورهای بنیادین این آیین هستش. مسیحیت با داشتن 3.1 میلیارد پیرو بزرگترین دین جهان از دید شماره پیروانه. مسیحیت به طور کلی به 3 تا گرایش بزرگ کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان تقسیم شده که گرایش های کوچیک و زیادی هم نیز بر اون شاخه ها هستن. شالوده مسیحی به قرن یکم میلادی و یهودیت برمیگرده که توسط عیسی ناصری پایه‌گذاری شد. مسیحیت اولیه به 3 دوران عیسی و رسالت، پدران نخستین کلیسا و دفاعیات تقسیم میشه. این 3 دوره باز در بازه زمانی 400 ساله رو در بر میگیره که از سال 30 میلادی به عنوان شروع خدمت مسیح آغاز شده و در اواخر سده 4 میلادی به پایان میرسه. توی سده نخست مسیحی و در اولین دهه های پس از مسیح نزاع الهیانی میان مسیحیان در میگیره. نخستین و مهمترین جدایی توی تاریخ مسیحیت همون جدایی پولس و حواریونه و در رأس اونا پتروسه. قرن نخست با پیروزی نسبی جناح پولس پایان میگیره، اما کشمکش پایان نیافت و توی سده های دوم و سوم بیشترین به شکل نزاهای فرقی بروز کرد. در میان طرف های دیگه برخی شخص پولس و نظام الهیانی اون رو از اصل و بنیاد قبول نداشتن، مثل فرقه های ابیونی ها و ناصریان که همچنان به رعایت شریعت موسی پایبند بودن. کتاب مقدس دارای 2 بخشه، عهد قدیم یا تورات و عهد جدید انجیل. بخش دوم تنها نزد مسیحیان مقدسه. عهد جدید شامل 4 تا انجیل هستش، متا، مرقس، لوقا و یوحنا و نیز اعمال رسولان و نامه های پولس حواریونه. کلمه انجیل یونانی و به معنای بشارته. محتوای اناجیل زندگی نامه و بیانات اخلاقی و پندهای عیسی هستش، جزء اناجیل 4. اناجیل دیگر نیز میان مسیحیان رواج داره، اما کلیسای مسیحی همه رو جزء چند انجیل یاد شده بی اعتبار شما و از رواج انداخت و در عهد جدید خبری از احکام شرعی نیست و مسیحیان در این باره به همان که در عهد قدیم آمده است پایبند هستند. غسل تمعید با آب یکی از آیین‌های دینی برای کسب بخشش از گناهان و زندگی دوباره هستش. غسل تمعید میتونه توی آب جاری مثل رودخونه ها یا دریا یا چشمه ها انجام بشه. تمعید دهنده کسی هستش که خودش قبلا مورد غسل تمعید واقع شده و توسط اون آب مقدس اون غسل رو انجام گرفته. به نام عیسی مسیح این کار رو انجام میده و کسی که مورد غسل تمعید قرار میگیره باید به طور کامل تو آب قرار بگیره و سر و صورتش به سمت پایین خم بشه. غسل تمعید آیین تطهیری که توی مذاهب گوناگون مانند مسیحیت و آیین سبک ها رواج داره و ریشه اون آیین های طهارت یهودیه. امروزه غسل تمعید رو با مسیحیت میشناسن، زیرا آیین غسل تمعید نماد منزه شدن از گناه و پیوند فرد ایماندار با مسیح در حال مرگ مسیح به خاک سپرده شده و رستاخیز مسیحه. غسل تمعید در مسیحیت برگرفته از تمعید شدن مسیح توسط یحیای تمعید دهنده در رود اردن. طبق آمار موجود مسیحیان ایران رو جمعیت ارامنه تشکیل میدن. در حال حاضر بر اساس آخرین آماری که توی سالهای گذشته در حدود 300,000 نفر عیسوی در ایران زندگی میکردن و الان هم زندگی میکنن. در حدود 35,000 نفر هم کاتولیک و 36,000 نفر هم پروتستان و بقیه از دیگر فرقه های مسیحی میباشن. 2/3 عیسویان ایران از نژاد ارامنه و 1/3 دیگر
کلدانی و آسوری می باشند. سابقه قوم ارامنه به دوران باستان و عصر هجوم اقوام مختلف به ایران قدیم میرسه و در حدود 30 قرن پیش ارمنی ها در دامنه کوه آرارات و سرزمین های شمالی و شمال غربی آذربایجان مقیم بودند. سرزمین این گروه ارمنستان نامیده می شده که همچنان به قوت و اعتبار تاریخی خودش باقی مونده، هرچند که به لحاظ جغرافیایی یه تغییراتی هم انجام شده. آسوریان، قوم آسور یه قوم سامیه که نخستین در بابل فرمان روایی مطلق و گستردهی داشته. اونا ابتدا تو حاشیه دجله و فرات زندگی میکردن. نینوا پایتخت آسوره. قراین و شواهد تاریخی حکایت از خشونت و غارتگری این قوم رو نشون میده. آسور خدای این قوم نام داشت و لذا اونا به همین نام خونده میشدن. امپراتوری آسور در قرن 7 و 8 قبل از میلاد بخش وسیع از آسیا و اروپا را شامل میشده. ماتا به این اقتدار هولناک پایان دادن. آسوری ها نیز چون ارمنی ها و دیگر مردم ایران باستان به آیین مسیح گرویدن. با سابقه ترین مسیحیان ایران امروزه همین آسوری ها هستن. اونا از همه گروه های مسیحی ایران کلیسای بیشتری دارن. اسلام آوردن ایران یا گرایش ایرانی ها به اسلام فرایندی پیچیده و تجربه تاریخی بوده که چند قرن به طول انجام میده و از ناحیه به ناحیه تفاوت داشته و انگیزه و نیروی محرکه اون در موارد گوناگون متفاوت هستش. فرایند مسلمان شدن ایرانیان از زمان محمد ابن عبدالله در سرزمین حجاز شروع شده. ایرانیان بسیاری در یمن ساکن بودند. در زمان حمله مسلمانان به ایران اولین دروندگان به اسلام سربازان ایرانی و سران محلی بودند که به گفته التون دانیل این گرایش تنها اسمی بوده برای حفظ موقعیت و جایگاه در حکومت جدیدش صورت گرفته. تصرف ایران به طور مستقیم به تغییر دین نشد و دو قانونی طول کشید تا ایران و ایرانیان مسلمان شوند. به گفته همایون کاتوزیان حکومت در ابتدا با گرفتن مالیات جزئی را برای افزون شدن نوکشان مسلمان استفاده کرد که این گروه از مالیات معاف بودند. در منابع از کشتار و آتش زدن آتشکده‌ها و کشتن موبدان اشاره شده و این خود غیر مسلمان بودن که به تدریج به مزایای اقتصادی امنیتی مسلمان ها پی میبرند. نهایتا توی جریان های روند طولانی به دین غالب در فلات ایران تبدیل میشه. با این حال ایرانیان برخلاف سایر مردم تحت فرمان مسلمان شدن توانستن تا از عربی سازی اجتناب کرده و بخش های مهمی از فرهنگ خودشون رو حفظ کنن و در مورد گرایش ایرانیان به تشکیل نظرهای گوناگون ابراز شده. برخی ها معتقدند که در زمان تشکیل حکومت صفوی ایران در شمار کشورهای سنی مذهب قرار داشتند که با قدرت گرفتن دولت صفوی و به تصمیم شاه اسماعیل مذهب رسمی کشور از تصنم به تشیع تغییر یافت. از نظر این گروه از اونجا که دولت صفوی در رقابت شدید با دولت عثمانی بودش، شاهان شیعه صفوی به ویژه مؤسس آن شاه اسماعیل در تغییر مذهب ایران سعی و افراط به خرج دادن تا ایرانیان را از فرمان پذیری پادشاه عثمانی خارج کنند و یعنی استقرار دولت مستقل ایرانی ناممکن می‌بود. چنین شد که شاه اسماعیل صفوی با بهره جستن از ارتش خود و ورود فاتحانه به تبریز این شهر سنی نشین را پایتخت دولت تازه تأسیس خود قرار داد و در سال 1501 میلادی 907 هجری تشیع را مذهب رسمی ایران اعلام کرد. شاه اسماعیل افزون بر ارتش خود از روحانیون و مبلغان شیعه کمال استفاده را برد تا مذهب شیعه را در سراسر قلمرو خودش بگسترانه. روحانیون شیعه درباره شاهان صفوی از ارج و منزلت بالای برخوردار بودند. حال در مورد اهل سنت در ایران. اهل سنت توی ایران از نظر جمعیت دومین گروه مذهبی پس از تشیع میباشند. اهل سنت ایران از مذاهب اربعه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی تشکیل شدند. طبق آمار رسمی اهل سنت حدود 8 تا 10 درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدن. وقایع نگار جهانی سازمان سیا نیز آمار اهل سنت ایران بین 10 تا 5 درصد از جمعیت کل ایران برآورد شده. عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان میگه طبق آماری که داره این نسبت 20 درصده. پیشینه و تاریخچه پس از فتح ایران توسط مسلمونا در سال 12 هجری ایرانیان به تدریج به اسلام گرویدن. لذا اسلام دین رسمی و بخشی از دولت ایران شد. اسلام به شکل سلطه سنی ها در 9 قرن اول اسلامی تاریخ مذهبی ایران را تشکیل میداد. به عبارتی تا قبل از حکومت صفویه سنی ها
بر ایران مسلط بودند و شیعیان هم در اکثر نقاط کشور پراکنده بودند. هژمونی سنی‌ها در ایران مانع از حضور شیعیان نبود. شاه اسماعیل مذهب رسمی ایران رو شیعه اعلام کرد و لذا در دوران حکومت صفویه حکومت با کشتار فراوانی مذهب اکثر ایرانیان از سنی به شیعه تغییر اومد داد و صفویان در عین داشتن قدرت سیاسی نتونستن همه ایرانیان رو به طور کامل پیرو تشیع کنند. سرکوب دستگیری و اعدام در تاریخ 2 تیر 1396 دستگیری و بازداشت روحانیون اهل سنت توی غرب ایران از سوی دولت ادامه داشته. در این تاریخ عبدالکریم آذرین، محمد خضرنژاد و علی ایوبی روحانیون اهل سنت در این منطقه بازداشت شده بودند. با اینکه مدت زمان حبس 6 ماهه رضا عبدی تمام شده، مسئولان زندان تبریز اون رو آزاد نمی‌کردند. نامبرده توی سال 1394 با فشار اداره اطلاعات ارومیه از امامت مسجد قدس در منطقه اسلام آباد ارومیه برکنار شد. گفته شده علت دستگیری او مقاومت وی در مقابل بستن مدرسه دینی اهل سنت صلاح الدین ایوبی بوده است. در تاریخ 22 خرداد 1396 خبر افزایش اعمال سرکوب علیه اقلیت سنی در ایران به دنبال 2 تهاجم در تهران منتشر شده و نگرانی ها رو نسبت به اعدام های جمعی در میان زندانیان سنی افزایش میده. در این گزارش اشاره شده که بیش از 25 نفر از اهل سنت در زندان رجای شهر به اتهام هایی مثل محاربه به فساد در روی زمین در دادگاه اعدام شدند. جغرافیا و جمعیت در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت یعنی حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی، سه مذهب حنفی و شافعی به شکلی محدودتر داره پیرو در گوشه و کنار ایران هستند. حنفی ها در استان سیستان و بلوچستان گلستان و خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، هرمزگان و در مقیاس کمتری در کرمان، مازندران و اردبیل مستقر هستند. ممنون از همه دوستان که به سخنرانی بنده گوش دادن. سخنرانی هم تمام شد. با تشکر از همه. سپاسگزارم خانم ابوطالبی، متشکرم بابت سخنرانی بسیار خوبتون. از دوستان و همکاران عزیز، اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. سپاسگزارم، متشکرم. و اینکه یعنی یک نکته خانم ابوطالبی در رابطه با معرفی ادیان، ما میتونیم یک بخشی در واقع داریم توی وبسایت کمیتمون، مقاله ها، مطالبی که مربوط به معرفی ادیان باشه، مذاهب مختلف فرقی نمی‌کنه، میتونیم به نام خودتون منتشر بکنیم. میخواستم یه زحمت بکشید همین مقاله‌ای که الان آماده کردید، البته اون بخش نقضش رو جدا کنید ازش و فقط بخش معرفی ادیانش رو برای من بفرستید تا من توی وبسایتمون، البته اگر تمایل دارید، به اسم خودتون منتشر کنم. و اینکه میتونید حتی بخش بندی بکنید، یعنی ادیانش رو جدا بکنید، یه بخش سنی، بخش مسیحیان، هر کدوم تفکیک کنید و جداگانه برای من بفرستید تا من هر کدوم رو جداگانه به اسم شما منتشر کنم. بقیه همکاران هم میتونن این کار رو انجام بدن، فرقی نمیکنه. بقیه همکاران هم اگر مقاله‌ای در رابطه معرفی ادیان دارن میتونن برای من بفرستن تا توی وبسایت قرار بگیره. جناب آقای سنگری بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. عرض ادب و احترام. من یه پیشنهادی داشتم خدمت مسئول کمیته ادیان و سکا خانم ابوطالبی که اگر موافق باشم و آقای ناصری هم تایید کنم، این مقاله که خانم ابوطالبی زحمت کشیدن تهیه کردن و میتونن توی بخش‌های مختلف در واحد رادیو اجرا کنن و در ایستگاه رادیویی قرار بگیره که پخش بشه، اگر تمایل داشته من با کمال میل در خدمتشون هست. متشکرم جناب آقای سنگری، سپاسگزارم. ولی پیشنهاد خیلی خوبیه. ما در واقع یکی از کارهای، یکی از اهدافمون در واقع توی کانون و توی کمیته آگاهی رسانی است و به تبع ما وقتی کمیته ادیان هستیم، یکی از کارامون در واقع همینه، معرفی ادیان، مذاهب و در واقع آگاه کردن مردم نسبت به اون دین یا اون باور هستیم. و این هم خیلی خوبه، میتونید توی رادیو اینو چند بخش تقسیم بکنید، هر کدوم بخش جداگونه، و هر هفته یک یا دو فایل ثبت بشه و توی رادیوی ادیان منتشر بشه. سپاسگزارم از شما. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم.
جناب آقای اسفندیار سنگری با موضوع روز جهانی مطبوعات و آزادی قلم در ایران. جناب آقای سنگری بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود خدمت حاضرین محترم در جلسه و عزیزانی که به طور آنلاین از طریق یوتیوب با ما همراه هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 1993 میلادی که یک مصوبه روز سوم ماه می هر سال را به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد. این موضوع از قطعنامه مصوبه همایش عمومی یونسکو در سال 1991 میلادی تحت عنوان ارتقای آزادی مطبوعات در دنیا که جراید آزاد، فراگیر و مستقل را به عنوان یکی از اجزای ضروری جامعه دموکراتیک تلقی کرده نشأت گرفت. آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت‌نامه از جانب دولت‌ها به رسانه‌های عمومی در مقابل مواجهه با روندهای محدود کننده ابزار نظر در جوامع می‌باشد که حقوق قانونی رسانه‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چارچوب قوانین اساسی آن کشورها تعبیه شده است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید. اعلامیه آزادی مطبوعات به عنوان عنصر حیاتی حق آزادی بیان مطابق با ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حمایت و تاکید می‌کند که وجود مطبوعات مستقل، متکثر و آزاد لازمه پیشرفت بقای دموکراسی و توسعه اقتصادی است. امروزه مطبوعات در زمینه مسائل تحلیلی، سرعت در اطلاع رسانی، حرکت و پیشبینی برخی از وقایع و رویدادها و ارائه آگاهی‌های لازم به جامعه برای بالا بردن حساسیت مردم نسبت به واقعیت اجتماعی نقش بسزایی دارند. پس از انقلاب سال 1357 مدیریت و کنترل در صدور مجوز، قوانین سخت و فشارهای امنیتی مداوم بر روزنامه‌نگاران در مدت فعالیت، دستگیری، شکنجه و زندان به جرم نوشتن و درج مطالبی خلاف نظر نظام و دولت همگی سبب شده است که زندان‌های ایران از روزنامه‌نگاران خالی نباشد. آنچه دولت و نظام را در برخورد با روزنامه‌نگاران به حکومتی هولناک تبدیل می‌کند این است که در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران همانند چهار دهه گذشته عرصه بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تنگ نشده است. در دوره‌های توقیف فله‌ای نشریات و روزنامه‌ها در سال‌های آغازین دهه 80 تعداد روزنامه‌نگاران زندانی به حدی بالا بود که به گفته برخی از پیشکسوتان این حوزه میشد مجربترین تحریریه تاریخ ایران را در زندان اوین تشکیل داد. جمهوری اسلامی همواره برای فرار از اتهام سرکوب آزادی بیان به روزنامه‌نگاران برچسب همکاری با بیگانگان و حتی اتهام‌های اخلاقی وارد کرده و آنها را مجبور به اعتراف‌های اجباری برای پذیرش این اتهام‌های دروغی نیز کرده است. زندان‌های ایران از روزنامه‌نگاران 20 ساله تا پیشکسوتان 80 ساله را به خود دیده است. شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جمهوری اسلامی تا حدی است که شاید بتوان گفت کمتر روزنامه‌نگار و غیر وابسته‌ای در رسانه‌های ایران است که تجربه احضار برای بازجویی، شنود تماس‌ها و زندان را نداشته باشند. حکومت وقت ایران در دوره با قتل‌های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای تلاش کرد بخش مهمی از چهره‌های فرهنگی، روزنامه‌نگار و روشنفکر را حذف کند و پاکسازی گسترده‌ای را صورت دهد. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را شاید بتوان
پیگیرترین سیستم اطلاعاتی برای سرکوب آزادی بیان دانست، چرا که دایره فشار بر روزنامه‌نگاران را نه در محدوده جغرافی سیاسی ایران به سراسر جهان نیز توسعه داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه مستقل وضعیت روزنامه‌نگاران تبعیدی ایران در ترکیه را وخیم اعلام کرد و جان و سلامتی آنها را در معرض تهدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دانست. روزنامه‌نگاران شاغر در بی بی سی، رادیو فردا، وا و دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز به شیوه‌های مختلف تحت فشار آزار روحی و روانی و محرومیت‌های حقوقی قرار گرفتند و حتی خانواده‌هایشان در ایران نیز از ارعاب و فشارهای امنیتی در امان نبودند. گزارشگران بدون مرز در رابطه با جنگ گسترده جمهوری اسلامی با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران به ویژه در سال‌های گذشته نوشته است: در برابر رویدادهای فاجعه‌بار نظام همه توان خود را برای پنهان کردن حقیقت به کار می‌گیرد. از این میان بحران سیل در فروردین 1398، آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی دیماه 98 و همگیری ویروس کرونا در بهمن 1398، جمهوری اسلامی جنگ خود علیه آزادی اطلاع رسانی به خارج از مرزهای این کشور نیز کشانده بود. علاوه بر روزنامه‌نگاران ایرانی، کارکنان رسانه‌های بین‌المللی نیز که برای پوشش اخبار به ایران آمدند تحت فشار، کنترل و نظارت دائم نیروهای امنیتی بودند و برخی از آنها مانند آقای جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، دستگیر و اتهام جاسوسی زده شد. خانم زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی، در اثر ضرب و شد متاسفانه کشته شد و همچنین خانم ناتالی امیری، خبرنگار رسمی دولت آلمان ARD، اعلام کرد که در ایران تحت بازجویی‌های مداوم و فشار قرار داشته است. رهبران ایران رسانه را دشمن خود می‌دانند. نگاه حاکمان ایران و نهادهای امنیتی به رسانه‌ها همان چیزی است که آقای علی خامنه‌ای سال‌ها پیش گفته است: پایگاه دشمن. ایشان در آشکارترین موضع‌گیری در سخنرانی‌های مکرر خود علیه آزادی مطبوعات ابراز کردند که مطبوعات مستقل در صدد تشویش افکار عمومی و ناامید کردن مردم و لاجرم پایگاه دشمنند. پس از سخنرانی ایشان در چندین مرحله 16 روزنامه و نشریه پی در پی توقیف شدند. حکم توقیف این روزنامه ها را نیز آقای سعید مرتضوی صادر کرده است. روزنامه نگاری در ایران امروز جدالی دائم برای معیشت استقلال و آزادی بیان است. در نتیجه سانسور گسترده و سیستماتیک بخش زیادی از مردم اعتمادشان به رسانه ها را از دست دادند و نیز ورود نهادهای سپاهی و امنیتی به حوزه رسانه و انحصار تمامی گلوگاه‌های خبری سبب شده تا امکان ادامه فعالیت رسانه‌های مستقل وجود نداشته باشد. کانون نویسندگان ایران پس از انقلاب سال 1357 که همواره زیر تیغ سرکوب و فشار حکومت ایران قرار داشته است، در بیانیه خود به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه و مطبوعات وضعیت کنونی رسانه‌ها در ایران را چنین توصیف کرده: در شرایطی که در جامعه ما مطبوعات نقش و جایگاهش را به عنوان رسانه تاثیرگذار با توجه به وضعیت اسفناک آزادی بیان هر روز بیش از پیش از دست می‌دهند، کاهش گسترده تعداد مخاطبان به دلیل سلطه سانسور را میتوان عامل اصلی کمرنگ شدن جایگاه مطبوعات و آزادی بیان در جامعه دانست.
سانسور و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه مستقل اگرچه اندکی آسایش برای حکومت‌های خودکام ایجاد می‌کند، ولی در عصر سلطه شبکه‌های اجتماعی این آسایش مداوم نبود و نخواهد بود، مگر آنکه دسترسی مردم به اینترنت جهانی مسدود یا محدود شود. تجربه قطع 10 روزه اینترنت در تظاهرات سراسری آبان 98 نشان داد که جمهوری اسلامی از اعمال این روش جدید برای سرکوب حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ابایی ندارد. استقرار حکومت‌های استبدادی، وقوع جنگ‌ها، مناقشات سیاسی و اجتماعی و افزایش روزافزون شمار روزنامه‌نگاران، نویسندگان و خبرنگاران باعث شده است وضعیت کلی آزادی اطلاع‌رسانی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه اسفبار باشد و کشورهای این منطقه اغلب در بدترین جایگاه رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها قرار بگیرند. بارز پوزش بر پایه اعلام فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در سالهای گذشته خبرنگاران و نشریاتی که فساد در حکومت ایران را گزارش کردند، بیش از دیگر خبرنگاران در معرض تهدید و برخوردهای امنیتی قرار گرفتند. از سوی دیگر طبق جدول رده‌بندی آزادی رسانه های خبری سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان در میان 180 کشور در جایگاه 174 قرار دارد. در 4 دهه حکومت ایران، هر دولتی که سرکار آمده حق آزادی بیان، اندیشه و آزادی اطلاع رسانی را سرکوب کرده. تا زمانی که آزادی اطلاع رسانی و مطبوعات به عنوان یکی از اصلی ترین آزادی ها و نوعی شاخص برای دیگر آزادی ها پذیرفته نشود، وضعیت به همین صورت خواهد بود که هست. و شایان ذکر است وجود نشریاتی که بعد از هر توقیف و دستگیری نویسندگانشان دوباره پا می گیرند، خود شاهدی است بر این مدعا که سیر اطلاع رسانی را شاید بتوان کن کرد اما متوقف نمیتوان کرد. سپاس از اینکه با این سخنرانی با من همراه بودید. سپاسگزارم جناب آقای سنگری، متشکرم، بسیار عالی و خوب بود. همونطور که شما فرمودید، متاسفانه بحث آزادی قلم و جمهوری اسلامی در واقع متضاد به هم دیگر و اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، چرا که جمهوری اسلامی این آزادی بیان، آزادی قلم رو در واقع تضاد به خودش میبینه و باعث این میشه که بقای جمهوری اسلامی در واقع متزلزل بشه. توی چند سال هم همه در واقع شاهد بودیم که اعضای کانون نویسندگان، چقدر خبرنگار، حالا چه داخلی چه خارجی، فرقی نمی کنه، حبسای طولانی مدت گرفتن. یعنی یکی از بیشترین حبسایی که واقعا داره صادر میشه توی سال مربوط به کساییه که فقط کار خبررسانی کردن، کار اطلاع رسانی کردن، فقط آگاهی رسانی کردن. یعنی شاید در واقع هیچ کجای دنیا این جرم تلقی نمیشه، ولی توی ایران یکی از سنگین ترین در واقع جرماست که براش حبسای خیلی دراز مدت در نظر میگیرن. سپاسگزارم از شما، از دوستان و همکاران عزیز. اگر در رابطه با سخنرانی جناب آقای سنگری نقطه نظر، دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای سنگری. به سراغ بخش بعدیمون میریم. بخش بعدی ما بحث آزاده. بحث آزاد، در واقع بحث آزاد امروزمون موضوعش از حق امنیت اجتماعی، امنیت شغلی. ولی در واقع میشه گفت که اشتغال یکی از مهمترین مسائل یک کشوره، یک خانواده، یا حتی یک شخصه. چرا که
اشتغال و دستیابی افراد به شغل، به شغل‌های متفاوت و امنیت شغلی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به حساب میاد. و میتونیم بگیم در تمامی کشورها توسعه فعالیت‌های شغلی و کاهش بیکاری یکی از اهداف بزرگ به شمار میاد. بنابراین سرمایه گذاری و بهره برداری مناسب از منابع انسانی توی هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه توی اون کشور در نظر گرفته بشه. اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به این مسئله اشتغال پرداخته. در این اصل صحبت از تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن افراد به اشتغال کامل شده. و همچنین درباره تنظیم برنامه اقتصادی کشور و رعایت آزادی انتخاب شغل برای افراد و همچنین از به کار گرفتن نیروهای ماهر در جهت توسعه و پیشرفت اقتصاد توی کشور صحبت شده. توی کشورمون با اینکه جمعیت جوان و تحصیل کرده کم نداریم و در واقع خیلی زیاده و جوانان توی کشورمون همیشه به تحصیل علاقه‌مند بودن و همیشه دنبال کسب مهارت‌های گوناگون بودن، اما متاسفانه آمار نرخ بیکاری مطلق هر سال رو به افزایشه و دولت‌هایی که یکی پس از دیگری که البته این دولت‌ها به عنوان یک نهاد اجرایی سرکار میان، هیچ کدوم در زمینه اشتغال و کارآفرینی هیچ کار عملیاتی انجام ندادن و تمام برنامه‌های اشتغال آفرینشون در حد همون شعارهای انتخاباتی باقی موند. کارشناسان بر این باورن که برای کنترل نرخ بیکاری سالیانه به بیش از 1 میلیون شغل توی کشور احتیاجه که خب دولت ها حتی نصف این رو هم تا حالا نتونستن اجرایی بکنن، چرا که ایجاد شغل وابستگی زیادی به رونق تولید داره و تولید هم در گروه رشد اقتصادی، یعنی که هر جای این چرخه با مشکلی روبرو بشه امکان دستیابی به نقطه بعدی دیگه ممکن نیست. در این سالها دولت هایی که سر کار اومدن سرمایه‌گذاری کوچیک انجام دادن که البته خب به دلیل معیوب بودن همین چرخه و فساد توی کشور، خب هیچ کدوم از این سرمایه‌گذاری ها برای مردم بازدهی نداشته. اما در ایران با کمبود منابع انسانی و نبود مهارت های مختلف مواجه نیستیم و میتونیم بگیم که وجود یک سیستم فاسد و تعویض آمیزه که به بیکاری دامن میزنه. بیکاری و نبودن شغل در مناطق مرزی خب بسیار بیشتر از بقیه شهرها دیده میشه و افراد توی این مناطق برای گذروندن زندگی روزمره خودشون مجبورن به شغلای کاذبی روی بیارن، حالا مثل کولبری یا سوخبری که خیلی حالا این دوتا عنوان شغل ما شنیدیم حداقل توی این مدت، و همطور توی سری مناطقی که خب کشاورزی خیلی رونق داشته قبلا و الان به خاطر بی‌مدیریتی توی همین حوزه آب و نبود تجهیزات مناسب برای کشاورزان که تو همین شرایط سخت حداقل بتونن کشاورزی خودشون رو داشته باشن، متاسفانه شغلشون رو از دست دادن و همین کشاورزا مجبور شدن به استانهای دیگه به عنوان کارگر فصلی مهاجرت بکنن و یا اینکه بیا شهرهای بزرگتر برای کلا مهاجرت کنن برای پیدا کردن یه شغل مناسب، که البته این موضوع به نوعی دیگه در روستاها و در مناطق عشایری در حال رخ دادنه که همین مهاجرت‌های اجباری به شهرهای بزرگتر خودش باعث بیشتر شدن عوامل مخربی مثل دزدی، فروش مواد، فساد و فحشا و حاشیه نشینی و بقیه موارد توی جامعه میشه، چرا که خب افراد نمیتونن توی شهرهای بزرگ هم شغلی پیدا کنن و ناچار و به اجبار برای گذروندن زندگیشون رو به این کارا میارن. همین چند وقت پیش هم بود که نوکیشان مسیحی با انتشار بیانیه‌ای اشاره به این کردن که جمهوری اسلامی حق کار و اشتغال رو از مسیحیان فارسی زبان سلب کرده و گفتن که این سیاست ها با هدف ناتوانسازی و حذف جامعه مسیحی داره انجام میشه، که این مورد خب در رابطه با
بهاییان و سنی مذاهب توی ایران کاملا داره اجرا میشه و داریم به عینه میبینیم موارد نقضی که در رابطه با سایر ادیان اتفاق میفته. این از موارد تبعیض‌آمیزی که جمهوری اسلامی در مورد اشتغال در پایمال کردن حقوق دیگر ادیان انجام میده. یعنی دولت شغلی که ایجاد نمیکنه، هیچ اقتصاد کشور رو به حال خودش رها کرده و فقط در حال دزدیه، در حال فساده. و همین افرادی هم که در واقع شغلی دارن به خاطر باور و عقیدهشون بیکار میشن. خب دوستان، من یه توضیح کوتاهی دادم در رابطه با اشتغال و خب سوالی که در واقع پیش میاد و خیلی دوست دارم که نظرات شما دوستان رو هم در این موردش بدونیم و در این رابطه شنوا باشیم. ببینید، ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که خب از نظر منابع، از نظر نیروی انسانی، زمینه‌های سرمایه‌گذاری خب تو جایگاه نسبتاً خوبیه و روی کاغذ اگه نگاه بکنیم قاعدتاً یه همچین کشوری باید یه اقتصاد عالی، پویا و رو به رشدی داشته باشه، ولی خب عملاً میبینیم که چنین چیزی نیست توی کشورمون. مشکلات اقتصادی خیلی زیاده و روز به روز هم داره بیشتر میشه. پس مشکل کار واقعا کجاست اینجا؟ این سوال من از شما دوستانه که واقعا به این بپردازید که در واقع مشکل کار از کجاست؟ چرا هیچ نکته مثبتی اتفاق نمیفته؟ چرا الان وضعیت اشتغال به این شکله؟ یعنی در واقع هیچ شغلی که ایجاد نمیشه، سال به سال داریم میبینیم که مشاغلی که از قبل وجود دارن داره کم کم ناپدید میشه. و اینکه آیا با وجود چنین سیستمی احتمال این که این وضعیت بهبود پیدا کنه هست یا نه؟ من صحبتامو کوتاه میکنم تا نظرات شما دوستان رو در این رابطه حتما شنوا باشیم. از همکاران عزیز، از دوستان به همکاران عزیز تقاضام اگر در این رابطه صحبت، نقطه نظر، دیدگاهی دارن خوشحال میشیم که شنوا باشیم و در رابطه با این موضوع با هم گفتگو کنیم. بله جناب کچویان، بفرمایید، خواهش میکنم. با درود مجدد. خب بله، من حالا برای همین بحث هدف 5 که داشتم قانون اساسی رو مطالعه می‌کردم، به چند تا نکته جالب خوردم که قبلا ندیده بودم، حالا خواستم با شما هم در میون بذارم. توی همون مقدمه قانون اساسی که به عنوان راهبرد نوشته که توی جمهوری اسلامی اقتصاد وسیله است نه هدف، در صورتی که اقتصاد یه علمیه با هدف تولید ثروت. همونطوری هم که جناب ناصری درست فرمودن، هدف اصلی دیگه کشورها از اقتصادشون توسعه و پیشرفته، ولی جمهوری اسلامی اقتصاد رو فقط یه وسیله میبینه برای رسیدن به اهداف ایدئولوژی خودش که خب نتیجهش هم داریم میبینیم. همچنین یه جا دیگهش اومده گفته که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دفاع از حقوق همه مسلمانان است. یعنی حالا مردم که میان تو خیابون شعار میدن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، خب این از همون اول گفته بوده که قراره چی کار بکنه. همونطور که گفتید برای کنترل بیکاری ما 1 میلیون شغل لازم داریم، ولی وقتی که همه سرمایه مملکت میره خارج، خب برای ایجاد اشتغال ما سرمایه گذاری لازم داریم و بدون این سرمایه طبیعتاً شغلی هم به وجود نمیاد. ممنونم وقتی که در اختیارم گذاشتید نمایش رو رها میکنم. سپاسگزارم آقای کچویان. بله، به نکته کاملا درستی اشاره کردید. بحث وجود سرمایه گذاری، یعنی خیلی از کشورهای دنیا که داریم میبینیم خودشون در واقع خودشون به تنهایی شاید نتونن کاری بکنن. یعنی همه کشورها، حتی کشورهایی که اقتصاد خیلی خوبی دارن، نیاز به سرمایه گذار خارجی و البته امنیت سرمایه گذاری توی کشورشون دارن و به تبع با نبود سرمایه گذاری توی کشور، خب اقتصاد اون کشور در واقع از هم میپاشه و هیچ امیدی هم در واقع به اون سیستم و به اون در واقع مدیریتی که داره انجام میشه خب توی این کشور وجود نداره. جناب آقای لطفی، بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. بله، در مورد این موضوع فقط یه نکته خیلی ریزی که باید بهش توجه کنیم که اقتصاد پویا برمیگرده به تولید ناخالص ملی. هرچه این تولید ناخالص ما تو بحث تولید
بیشتر باشه، خب ما اقتصادمون پویاتره. متاسفانه در ایران تولیدی جایگاهی نداره و تولید کننده های ما همه نابود شدن و نابود میشن به دلیل اینکه سرمایه و سرمایه گذار نیاز به یه بستری داره، بستر امن اقتصادی و به قول معروف سیاسی داره که بتونه فعالیت درستی توش انجام بده. سرمایه گذار وقتی میاد شروع میکنه یک طرح و برنامه‌ای بده و براش سرمایه گذاری کنه، پلنشو بریزه، بسترسازی کنه، بیاد شروع کنه به استارت، تا به تولید برسه حداقل 2 تا 5 سال زمان میبره که یه پروژه شروع بکنه به فراوری، شروع کنه به تولید. خب این دوره 2-5 ساله تو ایران متاسفانه یه دوره ریاست جمهوری ممکنه توش جابجا بشه، با 2 تا تفکر متفاوت میان و متاسفانه همان بی سواد، یه تعارف که نداریم، همان بی سواد بدون هیچ دانش و تصمیمات نابجا میگیرن و این باعث میشه که این تولید کننده ای که میاد میخواد سرمایه گذاری کنه و سرمایه حالا شخصی میاره، کاری به وام و کاری به چیز دیگه اصلا نداریم، با سرمایه شخصی خودش میخواد بیاد، هیچ ثباتی نمیبینه تو بحث اقتصاد و تو بحث آیندهش که بخواد بیاد ادامه بده. خب خیلی اصلا ریسک میکنن و میان و متاسفانه زمین میخورن. خیلی هم اصلا از قبل بودن میکشونن به توجه عرق ملی که دارن، متوجه به اون هدفی که دارن، هدف گذاری که برای خودشون کردن و اهمیتی که به مردم میدن، میان و اینو ادامه میدن، میاد تا جایی که متاسفانه مثل قول سرمایه گذاری تولیپرس و داروگر شخصی میخرن، سپاهی ها میان ورودش میکنن، از بین میبرنش. خب اینها همه نمونه هایی هستند که نشون میده اقتصاد ما یه اقتصاد مریض شده. متاسفانه این مریضی و این درد و متورم بودن اقتصاد ما روز به روز داره بدتر میشه و مطمئنا ظرف امسال و سال آینده این قده متورم شده چرکین منفجر میشه و اون موقع که منفجر میشه و در شرف انفجار، شما همین الان تو بحث اقتصادمون، شما نون و ماکارونی دیگه کمتری چیزی که توی سفره مردم بود یه نان بود به نظر من. شما از اینجا باید متوجه شد 124 امروز یه مطلبی رو رئیس بانک ملی دولت روحانی عنوان کرد، گفت رکورد تو چاپ اسکناس شکسته شد، دولت آقای رئیسی بیشترین اسکناس رو تولید کرد. خب این تولید میشه کجا میره؟ پول که نباید وارد جامعه بشه. پول وقتی وارد جامعه میشه، وارد اون کف خیابون بریزه، کف خیابون که نمیریزه، تو بحث تولید باید بره وقتی تولید میشه. ولی وقتی تو بحث تولید نمیره، میاد به جای دیگه هزینه میشه، تولید تورم میکنه. میشه این اتفاقاتی که داریم میبینیم. نه به خاطر اینکه بحث اون کسی که در رأس کاره، خودش آقای خامنه ای، نه آدم این حرف هاست، نه علمشو داره، از خودش به پایین هم همین اتفاق افتاده و میفته متاسفانه. اینها همه دست به دست هم میده که متاسفانه هیچ گونه امنیتی توی جامعه بابت شغل وجود نداشته باشه. یه کارگر امروز به نون شبش محتاجه. یه زمانی میگفتن 10 نفر میخوردن یه نفر کار میکرد، 10 نفر میخوردن. خب الان 10 نفر کار کنن، یه نفرم نمیتونه بخوره. و این امنیت نداشتن و این ناامید بودن و این امید به زندگی نداشتن روز به روز داره درصدش در جامعه ما بالاتر میره و این اتفاقاتی که توی این چند شب گذشته در استان‌های مختلف کشور، شیراز و خوزستان و جای دیگه داریم میبینیم، اتفاقاتی که افتاده واقعا کارت به استخون مردم رسیده و مطمئنا ظرف چند ماه آینده اگر به همین منوال پیش بره اون قده چرکی منفجر میشه و خدا میدونه چه اتفاقی میفته توی ایران. ممنون از وقتی که در اختیار بنده دادید. سپاسگزارم جناب آقای لطفی، متشکرم. بله، بحث در واقع مسئولینی که الان دارن کشور رو اداره میکنن، مسئولین در واقع بی سوادی که دارن کشور رو اداره میکنن کاملا درسته. وقتی که هر رئیس جمهوری میاد و در واقع اون پستش رو تحویل میگیره، اولین کاری که میکنه اینه که تمام مشکلات رو به گردن دولت قبل بندازه و همش بگه به خاطری که دولت قبل این کار کرد، اون کار کرد، این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد. بعد خودش میاد دوباره همون کارها رو دوباره تکرار میکنه. یعنی چیزی که همیشه خود آقای رئیسی در واقع همش در واقع انتقاد میکرد از دولت آقای روحانی، همین بحث چاپ اسکناس بود. یعنی همیشه میگفت که دولت آقای روحانی بدون پشتوانه پول چاپ میکرده و وارد بازار، وارد در واقع کشور میکرده و
باعث تورم میشده. الان دقیقا این مطلب من شما منم خوندم، در واقع الان خود دولت رئیسی در بیشترین پول چاپ کرده و این پولا کجا رفته و قرار چه اتفاقی کجا سرمایه گذاری بشه واقعا هیچ پشتوانه‌ای نداره، مشخص نیست، هیچ هدفی براش در نظر گرفته نشده و فقط چاپ شده که در واقع اون کسری بودجهشون رو در واقع جفت و جور بکنن، که البته اون کسری بودجه هم که ای کاش این پول شاید صرف مثلا بحث رونق اقتصادی، بحث اشتغالزایی، بحث مسکن میشد، ولی میبینیم که این بودجه ها بیشتر صرف همون نهادهای فرهنگی که در واقع هر ساله میاد کلی بودجه به جیب میزنن، بیشتر صرف اونا میشه و این پول واقعا تو جیب اونا میره که واقعا این پول مربوط چی میشه. یعنی اون نهادهای فرهنگی که هر ساله میاد بودجه‌های کلونی میگیرن، با اون پول واقعا چی کار میکنن، چه اتفاقی میفته؟ اگه اون پول سرمایه گذاری میشد توی کشور، الان بحث فرار سرمایه هاست دیگه، ما میگیم باید سرمایه گذاری خارجی بیاد توی کشورمون سرمایه گذاری کنه، ولی الان میبینیم دقیقا برعکسه. یعنی خود مردم ایران انقدر اطمینان ندارن به این سیستم، به این کشور، امنیت شغلی، به هیچی اصلا اطمینان ندارن که خودشون ملک میخوان بخرن، میرن توی ترکیه ملک میخرن، میرن ارمنستان یا گرجستان یا حالا کشورهای همسایه ملک میخرن. خب همین خروج سرمایه از کشور به جایی که تازه بیایم ما وارد بکنیم، بدتر داریم ارز از کشور خارج میکنیم. خب چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر که مردم اطمینان ندارن به اون سیستم، به اون کشور، به اون مسئولانی که دارن کشور رو اداره میکنن. و اگه این اطمینان وجود داشت، خب به طب من میومدم توی کشور خودم کارخونه میزدم و اون پول سرمایه گذاری میکردم توی کشور خودم که بتونم حداقل 50 نفر دیگر استخدام کنم تا بتونم 50 تا شغل در موقع ایجاد بکنم. ولی متاسفانه این اطمینان وجود نداره فعلا توی کشور. جناب آقای بولوردی بفرمایید، خواهش میکنم. سلام میکنم همه این دوستان و همکاران عزیز، ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادیم. من صحبت خودم رو اینجا آغاز میکنم که امنیت یه مسئله قدیمی هست، میگن هر جا پلیسش بیشتره امنیتش کمتره. یه واقعیتیه که شما الان فکر میکنم ایران از کره شمالی من اطلاعی ندارم، ولی ایران فکر میکنم امنیتی ترین کشور دنیا باشه. حالا کره شمالی اگه کشور بدونیمش یا ندونیمش، اونجا اصلا سیستمش که اصلا جزء هیچ کشوری نیست. ولی خب اگه بخوایم به عنوان کشورهای مستقل نگاه کنیم، شما هر جا هر ارگانی که میخواین برین یک سیستم امنیتی توش هست. یعنی شما تو مدرسه میرید بسیج مدرسه رو دارین، شما تو دانشگاه میری بسیج دانشگاه رو دارین. این بسیج یعنی چی؟ یعنی اطلاعات. شما استخدام، مثل خودم می‌خواستم استخدام رسمی بشم، شما تو گزینش اولین چیزی که من خواستم، من خودم چرا دروغ بگم کارت بسیج فعال داشتم، یعنی مجبور بودم، اگه نمیداشتم استخدام نمیشدم. یعنی شما باید توی حلقه امنیتی و سرکوب عضو باشی تا تازه بشی جزء جامعه‌ای که مد نظرشون، یعنی جامعه هدف دولت، یعنی باید توی سیستم اطلاعاتی باشین شما. خب توی همچین جوی شما چه امنیتی دارین؟ هیچ امنیتی شما ندارین. شما اگر امنیت می‌داشتی مجبور نبودی مثلا حتما بری تو نماز جمعه شرکت بکنی. و جالبه مثلا ما میگفتن شما برید تو نماز جمعه شرکت، ما 800 بهتون اضافه کار میدیم. و میگفتن باید بعد شرکت کنی، یعنی هم 8 ساعته که به اون میدادن بایدی بود، 8 ساعت به زور به اون اضافه کار میدادن، هم نماز جمعه زورکی بود، یعنی هم به حال قدیمی‌ها خدا و خرما با هم بود. ولی شما یه عده هستن توی ایران، حالا میگن دولت دست داره، ولی من خودم چون کسی بودم که هم شغل شرکتی داشتم هم دولتی، قوانین اشتباه هستن، یعنی دولت مقصر است، ولی من خودم به شخص 30% دولت، مثلا رئیس منو که دولت بهش نگفته بود که اینقدر ظلم بکنه یا دزدی بکنه انبار مثلا خالی بکنه، که مثلا معاون رو که کسی بهش نگفته بود مثلا شما بیا با حراست مثلا هم دستی بکن، پاپوش درست بکن مثلا برای اون کارمندی که صادقه، خیلی چیزا دیگه که همه دوستان میدونن منظور من چیه. مثلا الان تو پتروشیمیا دزدی میشه، خب اینو که دولت نمیده مصوبه تصویب بکنه که آقا شما بیاین دزدی بکنین، ما این یا مثلا مغازه‌داری که جنسش گیرون میکنه، نونوایی که
آرد الان داریم میبینیم تصفیه احتکار میکنه. یه کارخونه ما کارنیه من شنیدم 300 میلیارد تومان جریمهش کردن به خاطری که احتکار کرده بود ماکارونی شده. یعنی خود جمهوری اسلامی اومده این کارو کرده. خود فری که ما الان توی گروهی هستیم داریم فرهنگ سازی میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم برای مردم خیلی خوبه. و خود مردم برای یه جای تصمیم بگیرن آقا دولت بده، بله دولت بده، مثلا همه چی تقصیر دولت. آیا خود مردم هم رعایت میکنن؟ آیا به این باور رسیدن که ما باید مثلا متحد باشیم نذاریم ما امنیتش؟ حالا شما مثلا تو کشور اروپایی خیلی جالب، مثلا توی آلمان میگن که هر آلمانی خودش پلیس خودشه. یعنی شما اگه بریم مثلا یه جای پارکینگ باشه در یه خونه چهار تا جا پارک باشه، شما جوری ماشینتو پارک کنین که دو تا پارک رو مثلا اشغال بکنه، اولین کسی که به شما اعتراض میکنه همسایه است. یعنی بعدم تازه تهدید میکنه میگه اگه مثلا ور نشی زنگ میزنم پلیس. یعنی پلیس همیشه در مرحله دومه، یا قانون همیشه در مرحله دومه. دوستانی که اروپا هستن لمس کردن، مستقیما لمس کردن این چیزا. ما حالا سعی میکنیم دوستان توی قانون اطلاع رسانی بکنن، ولی خب متاسفانه توی ایران ما هیچ گونه امنیتی نداریم. یعنی شما هر ارگان امنیتیه که نگاه میکنید درست برای امنیت نیست، همونجور که دوستان گفتن برای سرکوبن. یعنی شما مثلا اگر به یه جا برید اعتراض بکنید، اگر یه شخصی به یه ارگان امنیتی بالاتری وصل باشه، یعنی اون کسی که شما بهش اعتراض کردید، به راحتی حق شما رو میخوره، به راحتی حق شما رو میخوره. پس این یعنی امنیت حتی برای مثلا پلیس وجود نداره. یعنی مثلا اگه پلیس با یه قاضی درگیر بشه، مطمئنا همون میدونیم، یعنی این حرف منو همتون تایید میکنید که اون قاضی اون پلیس رو نابود میکنه. یعنی اصلا یه چی تو ایران به هر کسی مثلا اینو بگی حرف تایید میکنه، میگه اصلا یه چیز خنده داره که یه پلیس بره یه قاضی مثلا شکایت بکنه، یا یه کارگر از کارفرما مثلا شکایت بکنه. یادم میاد تو شرکت که کار میکردیم، یه بنده خدای کارگره میگفت ما رفتیم شکایت کردیم اداره کار، خیلی بودیم، میگفت 20 نفر بودیم. بعد میگفت تو دیوار پشت رئیس اداره کار ساعتی بود که آرم همون شرکتی که ما توش کار میکردیم توش نقش بسته بود. یعنی اون ساعت رو اون شرکت به اداره کار هدیه داده بود. میگفت همین ما ساعتی که دیدیم پشت سر رئیس اداره کار تا ته خط رفت. گفتم حقتون رو گرفتیم. گفت نه بابا، از اون خواستن یه چیز رو ازم بگیر. ممنونم ازتون. متشکرم جناب بلوردی. در رابطه با حالا صحبتی که فرمودید که تا یه حدی حالا مردم محاصرن، به نظر من اینجوری نیست، چون که ببینید اگه مثل یک هرم در نظر بگیریم حالا یک کشور رو، خب همه چی از این رأس هرم شروع میشه، میاد پایین‌تر تا میرسه به مردم. یعنی وقتی دزدی، فساد، رانت، احتکار، همه اینا توی رأس هرم باشه، به تب همینجوری پایین‌تر هم که میام این فساد همینجور ادامه پیدا میکنه تا میرسه حالا به جامعه و مردم، که حالا اونا هم وقتی میبینن بالا دست هر کس اینجوری، وقتی میبینه بالا دستیش داره دزدی میکنه، بالا دستیش داره فساد میکنه، خب اونم به خودش اجازه رو میده که این کارا بکنه. یه مطلبی حالا من خونده بودم توی اینترنت، حالا میگن از آقای امیرکبیر پرسیده بودن که چیکار کرده بودی که توی کشتون دوره‌ای که شما مسئول بودید کل کشور در واقع از فساد پاک شده بود. یه هر تن حرفی که زد همین بود که من خودم دزدی نکردم، اجازه هم ندادم معاونم دزدی بکنه، و به تبع معاونم به معاونش اجازه نداد، و همینطور اومد تا پایین‌تر تا رسید به مردم. اگر من دزدی بکنم، معاونم دزدی میکنه، و پایین‌ترش هم همینجوری به خودش اجازه میده که اونم دزدی بکنه. پس همیشه مشکل به نظر من رأس هرمه. رأس هرم وقتی درست باشه، شفاف باشه، همه چی مشخص باشه، به تبع پایین ترین قسمت های اون هرم هم به خودشون اجازه نمیدن که بخواد ماکارونی احتکار بکنه که فردا که گرون شد بیاد چند برابر قیمت بفروشه و سود بیشتری بکنه. این نظر شخصی منه که در واقع مشکل از بالاست. سرکا خانم بیرجندی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. سپاسگزارم آقای ناصری و خسته نباشید میگم به همکاران عزیز. اینکه فرمودید رأس هرم رو در نظر بگیریم، ببینید ما ایراد از دولت میگیریم در زمینه اقتصاد، اما موضوع مهمی که هست اینه که ما در واقع اون رئیس جمهوری که داریم در کشورمون
از نظر من حالا به شخصی شاید خیلی موافق باشند، یه در واقع یه مترسک، یعنی عملا کارایی رئیس جمهورای ما تو تمام این دوران ریاست جمهوری نداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه رأسی داریم که همون ولی فقیه هستش، آقای خامنه ای هست، و این سیستم در دولت در کشور ما کاملا فامیلیه، یعنی این آقا داماد اون برادر اون زن برادر اونه و همینطور تمام اینا فامیلی به همدیگه نسبت دارن و زنجیروار دارن تمام در واقع قدرت و پول و همه چیه دولت کشور دست این افراده که در واقع رأسش هم رهبر اون کشور هست. در غیر این صورت اگر که ما فکر میکردیم که رئیس جمهور ما مثلا از لحاظ اقتصاد یا کار اجرایی تجربه ای نداره یا علمشو نداره، میتونست وزرایی یا کابینه ای داشته باشه، افرادی رو انتخاب بکنه که اون علمو داشته باشن، اما وقتی چیدمان به اون صورت میگیره و حالت فرمایشی داره دقیقا این انتخاب اون کابینه و اون وزرا، اینه که عملا رئیس جمهور کاری نیست. و قضیه احتکارم که فرمودین، ببینید در واقع همون احتکار کارخونه و ماکارانی آرد، حالا هر چیزی که بخوایم فکر بکنیم، اینا دست خود همین مافیایی تو همین جمهوری اسلامیه، دست مردم عادی من و شما که نیستش. همه این کارا رو به خاطر اینکه قدرت ثروت دست اوناست، به راحتی میتونن اینو از توی بازار جمع بکنن، به راحتی میتونن اینو پخش بکنن. کما که من حتی شنیدم که در کشور عراق قیمت روغن، آرد و حتی ماکارونی، همون چیزایی که در ایران الان بی نهایت گرونه و شاید دست خیلی از مردم بهش نمیرسه، تو کشور عراق ارزون تر از ایرانه، همون محصول ایرانی تو اون کشور. و یه موضوع دیگه که بگم زیاد وقت دوستان رو نگیرم، ما در زمینه کشاورزی میتونستیم خیلی قوی باشیم، اما متاسفانه نگاه کنید تمام زمینه کشاورزی ما، اصلا بخش کشاورزی ما رو نابود کردن اینا با ندونستنشون، با خرابکاریاشون، با اشتباهاتشون. به طور مثال الان کشور دبی ببینید چقدر خوب، اون خیلی گرمسیرتر از کشور ایرانه، بارون ندارن، برف ندارن، ولی از طریق پهپادایی که خریداری کردن تونستن این کار انجام بدن که بارازا هستن. یعنی کشور ما به جای اینکه از چین اینقدر تسبیح و مهر رو نمیدونم چیزای چینی به درد نخور وارد بکنن، به نظرتون نمیتونستن این سرمایه رو بذارن برای خرید چیزای مثل همین پهپادهای بارانزا بیارن توی کشور، بتونیم حداقل بخش کشاورزی کشورمون رو فعال کنیم که توی آرد و تو گندم و برنج و اینجور چیزا مجبور نباشیم که به واردات در واقع متصل بشیم. مرسی، ممنون که این وقت رو به من دادید. متشکرم خانم بیرجندی. در واقع این بحث واردات یه جورایی، خب این واردات همش در واقع دست همون اشخاصی هستند که دارن کشور رو اداره میکنن، هر کدومشون به نحوی یک بخشی از کار رو گرفتن، بعضیاشون حالا واردات چای دستشونه، بعضی واردات برنج، بعضی واردات سیگار و و و و خیلی چیزای دیگه. و به طب اگر که اشتغال زایی بشه، خب درآمد اینا کم بشه. یعنی وقتی بدون چیز توی تولید کشور توی کشور تولید بشه، به طب واردات کم میشه و درآمد اینا در واقع میاد پایین. و چیزی که حداقل ما توی 40 سال گذشته دیدیم، این همه مشاغلی که ما توی کشورمون داشتیم به واسطه وجود همین سیستم ناکارآمد متاسفانه از بین رفت. کارخونه های بزرگی که سالیان سال داشتن کار میکردن، فعالیت میکردن و اقتصادشون میچرخید، اسامی خیلی بزرگی هم بودن، مثل همین صنعت نیشکر هفت‌تپه، مثل پتروشیمیا، مثل تراکتورسازی تبریز و و خیلی کارخونه های بزرگی که هر کدومشون چند صد یا چند هزار نیروی کار داشتن و الان میبینیم که همهشون شاید با یک سوم، یک پنجم ظرفیت دارن کار میکنن و همه و همه به خاطر اینه که خیلی ها منافعشون رو در این میبینن که ما وارد بکنیم به جایی که تولید بکنیم، شاید براشون سود بیشتری داشته باشه، چون براشون منافع مردم که مهم نیست، براشون منافع خودشون مهمه و منافع خودشون توی وارداته. به نظر من که
یه بخش همون کشاورزی بود که شما بهش فرمودید حداقل میتونستیم توی بخش کشاورزی سرمایه گذاری بکنیم که این همه کشاورزی که داشتیم توی این سالیان سال مجبور نشن زمیناشون رو ول کنن و بیان حاشیه شهرها، شهرهای بزرگ در واقع حاشیه نشینی بکنن و توی این وضعیت بد و بدون امکانات بهداشتی زندگی بکنن. سرکار خانم افتخار بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سپاسگزارم. یه لحظه اصلاحی به منو برمیگرد. بله، تو خانم افتخار مشکل میکروفونشون حل بکنه. عرض میکردم خدمتون، مشاغل خیلی زیادی توی کشورمون وجود داشت، ولی خب توی این 40 ساله حداقل اون کسایی که اومدن سر کار خب هیچ برنامه و پلنی نداشتن، یعنی هیچ پلنی برای انجام اون فعالیت اقتصادی که در واقع توی کشور باید انجام میدادن نداشتن و همه اومدن در حد همون شعارهای انتخاباتی بیان کمی در رابطه با اشتغال صحبت کنن، ما سالیانه اینقدر شغل ایجاد میکنیم، اینقدر مسکن میسازیم و یه سری بتونن آرا برای خودشون جمع کنن، بعدا که انتخاب میشن کلا فراموش میکنن که اصلا چه شعارهایی دادن قبلا و چه برنامه‌هایی داشتن. سرکار خانم افتخار بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنونم ازتون از وقتی در اختیار من گذاشتید. مطالب خیلی زیبا و عالی رو گفتین، دقیقاً تمام اتفاقاتی هست که تو ایران داره میفته و این بحث خیلی مهمی که بحث بی‌سوادی مقام دولتی ایران رو گفتین واقعاً حقیقت داره. اما یه چیزی رو یادمون نره، این نظر شخصی منه، که تمام اتفاقاتی که از به قولی از رأسش تا پایینش داره میفته همه اینها سازمان یافته است و آموزش دیده شده است و یه هدفی پشتشه. اون زمانی که از زمان به قولی اومدن این انقلاب به ایران تا به الان ما هر سال دقیقاً انگار پله پله وار دیدیم که ایران به سمت نابودی پیش رفت. یعنی اگر قبلاً ذوقی بود، شغلی بود، آزادی بود، پیشرفتی بود، هر چیزی بود، قدم به قدم، مرحله به مرحله پایین رفت. چرا؟ یه دلیلی داره، چون این نظام آخوندی، این دولت دیکتاتوری ایران هدفش چیزی بود که اصلا چیزی به اسم ایران دیگه وجود نداشته باشه. وقتی میگه که مثلا پول من برای مردم ایران نیست بلکه برای همه مسلمان، هر کسی که مثلا بگه من مسلمانم و توی کشور دیگه باشه از مردم خودش، از گلوی مردم خودش بگیره و به اونها بده، یعنی و سعی کنه فقط برای خودش پایگاه ایجاد کنه تو کشورهای دیگه، هیچ اهمیتی نداره که سر مردم ایران چه بلایی میاد، چه اتفاقی براشون میفته. از بحث امنیتش گرفته شده که شما هم دقیقاً دوست عزیزمون قبلش فرمودن که این امنیت نه برای آرامش مردم بلکه برای سرکوبه، بلکه برای اینه که دقیقه به دقیقه هر جاره که میتونن چیز کنن. اگر کشاورزی داره از بین میره، اگر حتی همون بیسوادی، حتی همون فامیلی، هر چیزی رو که گذاشتن و هر دولتی که عوض شد دقیقاً هیچ تغییر جدیدی اتفاق نداد، هیچ آدم جدیدی نیومد، فقط اینا یه دوره خانوادگی یه فامیلی هستن که این از اون صندلی بلند شد و نفر بعدی نشست روی اون صندلی، انگار که فقط یه چرخه چرخید، هیچ اتفاقی نیفتاد. و اینا دقیقاً یک چیز سازمان یافته است، یه چیزی رو که دقیقاً برنامه ریزی شده است براشون. این پولی که داره این اتفاقا براش میفته و به قولی نمیدونم رکورد میزنه، یا پولی که داره به کشور دیگه میره، یا این دزدیا، هیچ چیزی از امسال نسبت به سال قبل بهتر نشد، بلکه اون پروسه‌ای رو که اونا از اول برای مردم ایران، برای کشور ایران، این دولت آخوندی از زمان ابتدای انقلاب تا به الان نقشش رو کشید به همون سمتی که میخواست میرفت. فکر نکنیم که احمق بودن، نه، خیلی هم عاقل بودن روی این مسئله، حتی روی همون احمقی هم که به نظر ما احمقیه اونا میگن خب بذارید فکر کنن که بقیه ما احمقیم، ولی ما داریم هدفی رو که میخواستیم بهش میرسیم. یعنی چی؟ یعنی اون پایگاهی که تو کشورهای دیگه برای خودشون ساختن، اون نابود کردن ارزشایی که تو ایران اتفاق افتاد، این حتی تلاشی که کردن که تمام فرهنگ ایران رو، مثلا نمیدونم، فرهنگ عید نوروز رو اومدن حذف بکنن و به جاش این اعیاد مذهبی رو به عنوان مثلا عید بگیرن، یا نمیدونم همین جشن امسال نوروزی که اینا همه اینا یه چیزی هست که دقیقاً از قبل برای خودشون برنامه‌ریزیش رو کردن و دارن طبق برنامه‌شون پیش میرن.
به نظر ما که از دور نشستیم نگاه میکنیم و میگیم چرا مثلا در مقایسه با کشورهای دیگه کشورمون رو داریم مقایسه میکنیم، میگیم چرا این اینجوریه، چرا این بلا رو آوردن، چرا این کارو نکردن، چرا این پولو خرج اونجا کردن، چیکار کنیم که مثلا کشاورزی دوباره برگرده. حسابی که همه اینا برنامه‌ریزی بوده که داره اتفاق میفته و دارن انجام میدن و هیچ اهمیتی هم براشون نداره که چه بلای سر این مردم داره میاد و چه. مهمه که فقط به هدف خودشون برسن. واسه همینه که اون جریان بحث فامیلی هست، جریان این که تمام این اعتراضا سرکوب میشه، همه خفه میشن و هیچ تغییری به سمت پیشرفت، حتی ما یک دونه یک مسئله چیز رو نداشتیم که بگیم خب امسال این بد بود، سال مثلا سال بعد قطعا بهتر شد. نه، چنین چیزی رو اصلا ما نداشتیم و تجربه نکردیم و هر دقیقه فقط به سمت پسرفت پیش رفتیم. ممنونم، من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم خانم افتخار، متشکرم. در این رابطه که حالا جمهوری اسلامی به فکر مردمش نیست و فقط به فکر منافعش، خب هیچ شکی وجود نداره اصلا، یعنی اولویتش فقط همینه، اینکه منافع خودش رو پیش ببره. ولی خب در واقع باید ایرانی وجود داشته باشه که حالا جمهوری اسلامی هم بتونه اونجا حکومت بکنه و منافع خودش رو پیش ببره. ولی اینجوری که دارن اینا نابود میکنن و میرن جلو، من واقعا فکر نمیکنم، یعنی امیدی ندارم تا چند سال آینده اصلا کشوری به نام ایران وجود داشته باشه که حالا بخوان این آخوندها توش حکومت بکنن و بخوان توش در واقع این همه پول بدوزن در واقع این برابر صادر بکنه این پولا. جناب آقای بلوردی بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم ازتون. بله، صحبت های همه دوستان کاملا درسته. دقیقا میخواستم همین نکته رو من بگم که دولت و ملت از هم حالا میگن جدا شدن، ولی واقعیتش رو بخواییم ببینید هیچ وقت جدا نیستن. یعنی شما هر چقدر اون دولت خیانتکار باشه، هر چقدر بد باشه، خوب باشه، بالاخره به مردمش یا به اون خاکش احتیاج داره، بالاخره حتی به سیاهی لشکر برای عکسشون اینا احتیاج دارن. پس مردم بعد، یعنی ملت ایران، مردم ایران بعد نقش خودشون رو این وسط بدونن که ما بگیم همش تقصیر دولت. خب دولت کلا، کارمندای دولت و اصلا کلا اینا همه فک و فامیلی اینا 1 میلیون که نمیشن که، بیشتر از 1 میلیون که نمیشن که. خب 80 خورده میلیون جمعیت دیگه هست، اینا میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن. حالا من مثال براتون میزنم، من چون خودم علاقه زیادی به تاریخ دارم، شما ببینید شوروی به میخائیل گورباچوف افتادن کجا، شما فهمیدی که دیگه کارتون تمومه؟ گفت اولین باری که صف مکدونالد رو دیدم من فهمیدم شوروی کارش تمومه. یعنی شما عکسای دهه 80 صف مکدونالد تو مثلا لهستان یا مثلا مسکو برین، اونها که تا صفای 5 کیلومتری، یعنی چی؟ مردم دهنکجی میکردن به دولت، به سیاستای دولت. شما ببینید تو همین لهستان ببینید چه جنبش‌های مدنی مردم راه انداختن برای استقلال لهستان، چقدر جنگیدن، چقدر تظاهرات. شما تو مجارستان برید ببینید با تانک حمله کردن، هم شوروی حمله کرد اصلا به مجارستان برای اعتراضات مردم. دولت‌هاشون همه خائن بودن، دولت‌هاشون دست نشانده شوروی بودن، هممون هم می‌دونیم. صربستان اینا همه، شما جنگ صربستان مثلا با بوسنی، هم ملت بودن، هم وطن بودن، جنگ شد برای که دولت‌ها خائن بودن، ولی مردم وایستادن، مردم وایستادن، مردم لهستان وایستادن، مردم حتی خود روسیه وایستادن و تغییر ایجاد کردن. شما دیکتاتورا هیچ موقع، یعنی حتی وقتی دارن تو چاه هم میرن بهشون بگیم نه من اینجا یه چاله یه میخوام روش بپرم، خب دیکتاتوره، شما دیگه از این بیشتر نمیتونی ازش انتظار داشته باشی. بعدش هم میدونه طرف، چون خلافکار، شما هر خلافکاری رو بهش بگی عاقبت خودش رو میدونه، کسی که جنایت میکنه میدونه عاقبتش چیه. این که ما ازش انتظار داشته باشیم جنایت نکنه، خب یه خیال باطلی، اون جنایت میکنه، عاقبتش هم میدونه و تا آخرین لحظه هم پافشاری میکنه، چون میدونه موقعی که تسلیم بشه یا بگیرنش یا در هر صورت باید مجازات بشه. و کی این کارو میکنه؟ بازم خود، به نظر من خود مردم. اگه مردم، اگه ملت خودشون پا وایسن از حق خودشون دفاع بکنن، یا اصلا کاری که ملت های دیگه کردن، مگه مثلا پینوشه داخل شیلی با انتخابات کنار رفت؟ خب مردم اینا رو کنار زدن. مثلا شما اروپای شرقی رو نگاه بکنید، تمام دیکتاتور بودن. شما قبل دهه 90 که نگاه کنید، همه دیکتاتور، همه هم دست نشانده، یعنی همه بلا استثنا خائن بودن. خب چجوری شد؟ یعنی فقط دیوار برلین ریخ؟ هم یه دیواری بود ریخ، اینا آزاد شدن؟ نه، جنبش های مدنی بود، مردم تلاش میکردن تو همین آلمان،
آلمان غربی، آلمان شرقی جنبش‌های بودن، فرهنگی‌ها چقدر حضور داشتن، خود بازاری‌ها. شما انقلاب ایران رو نگاه بکن، اینقدر که نقش بازاری‌ها تو اواخر انقلاب، میگم چی، اواخر دوره پهلوی پررنگ بوده، نقش گروه‌های دیگه نبوده. ببینید چه اعتصابایی می‌کردن، چجوری اعتصاب مال شرکت نفت، مردم نفت نداشتن، بنزین نبود، گاز نبود. ممنونم ازت. ممنونم آقای بلوردی. بله درست میفرمایید، بالاخره حرف اول توی هر کشوری در واقع مردم اون کشور میزنن، حالا به خاطر اکثریتی که اکثریت جمعیتی که وجود داره، و این اتفاق هم خب توی کشورمون الان میبینیم که داره اتفاق میفته. یعنی هر سری که ما میبینیم، یا معلم ها دارن اعتراض میکنن، یا کارگران فلان شرکت دارن اعتراض میکنن. الان توی خوزستان مردم دارن اعتراض میکنن، توی اصفهان چند وقت پیش اعتراض بود. این اتفاقات داره میفته پشت سر هم دیگه، و قاعدتا وقتی این همبستگی به وجود بیاد و همه اینا در کنار هم دیگه شروع بکنن به اعتراض کردن و با هم دیگه در واقع این اعتراضات پیش بره، قاعدتا خب جمهوری اسلامی هم یه جایی واقعا مجبور کوتاه بیاد، یا اینکه کم میاره واقعا. جناب آقای کریمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. صدای من تو جلسه هست؟ بله جناب آقای کریمی بفرمایید. عرض ادب دارم خدمت شما و همه عزیزان، خیلی ممنون از برنامه خوبتون، واقعا استفاده کردیم. در مورد امنیت شغلی همه عزیزان گفتنی‌ها رو گفتم، ولی من یه چیز می‌خواستم اضافه کنم. اگر بخوایم به واژه امنیت شغلی نگاه کنیم، به این معنی هستش که شما اطمینان دارید در آینده دور یا نزدیک، فارغ از دخالت‌های عوامل بیرونی، شغلتون رو همچنان داشته باشید. یعنی کارفرما به نوعی از شما، از عملکردتون راضی باشه و قصد پایان همکاری با شما رو نداشته باشه. همه ما می‌دونیم که هر کشوری هم بیشتر در زبان رکود اقتصادی از امنیت شغلی کمتری برخوردار هستش، که این اتفاق برای اکثر اقشار جامعه ما افتاده و هر روز شاهدش هستیم، با اعتصابات کارگری با توی کارخونه ها رو داریم میبینیم. از طرفی هم وقتی رکود پیش میاد، طبیعتاً آمار بیکاری تو جامعه زیاد میشه، که این بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاه ها آماری که دادن بین 40-50%. البته بستگی به رشته تحصیلیشون هم داره، تخمین زده شده که به قول معروف، یعنی واقعا جای تأسف داره که این اتفاق داره میفته توی کشور ما، و یکی هم از علل مهاجرت قشر تحصیل کردن میشه همینو نشأه دید. تنها به نظر من تنها قشری که در ایران امنیت شغلی داره و تا حالا واژه فارغ التحصیلان بیکار رو به خودش ندیده، طلاب هستن، یا همون آخوندا، چون روحانیون انقدر نفوذ دارن که برای طلابشون در ادارات و دستگاه دولتی شغلی بتراشن. اونایی هم که شغل دولتی ثابت و دائمی ندارن، به عنوان مبلغ و پیشنماز از منابع دولتی برخوردار میشن. بر اساس آماری که دادن، 74,000 مسجد تو کشور وجود داره، حالا برای رفع نیازی که اینا آقایون دارن میگن، نمیدونم حالا این رفع نیاز چی هستش، که گفتن این تعداد تا سال 1404 باید به 92,000 مسجد برسه، در صورتی که ما توی کشورمون شاهد هستیم که چه وضعیت مدارسمون چه شکلی هستش، وضعیت بیمارستان ها، وضعیت جاده ها، وضعیت به هر شکل، به قول معروف حرفی هم کسی بخواد بزنه با برخوردهای امنیتی مواجه میشه. یعنی این حالا مثال منه که به قول معروف کشورمون حال خانواده ایو داره که پدرش به قول معروف معتاد قمار میکنه، دزدی هم میکنه، تمام اسباب اساسیاش هم میبره میفروشه و خرج رفیقاش میکنه و براشون مهمونی هم میگیره، و وقتی ما، حالا ما که خارج از کشور هستیم، داخلی ها بیشتر، بچه هاش حرفی میزنن، کمربندش رو باز میکنه و سیاه و کبودشون میکنه.
متاسفانه شرایط وضعیت کشور ما امروزه به این شکل هستش. خیلی ممنون که وقت به من دادید. سپاسگزارم جناب آقای کریمی، متشکرم. مثال خیلی خوبی زدیم. بله کاملا درسته، متاسفانه پولایی که توی کشورمون هست و در واقع باید توی کشورمون سرمایه گذاری بشه داره صرف صدور همون ایدئولوژی جمهوری اسلامی توی بقیه کشورها میشه، که در واقع یه جورایی برای حفظ خود نظام در واقع داره میشون استفاده میشه. هرچی پایگاه بیشتر توی کشورهای دیگه بیشتر داشته باشن، نظامشون در واقع قوی تره و امید بیشتری دارن که بیشتر بتونن باقی بمونن. سپاس از همه دوستان عزیز، از همه همکاران عزیز که تا این لحظه در جلسه ما حضور داشتن و دوستان عزیزی که در بحث آزادمون امروز شرکت کردن. بحث آزاد بسیار خوب و عالی بود. از سخنرانان عزیز هم بسیار سپاسگزارم و عزیزان و همکارانی که در برگزاری این جلسه به ما یاری رسوندن، منشی جلسه سرکار خانم مریم افتخار، ضبط صدا و تدوین جناب آقای اسفندیار سنگری، کریم ناصری، ادمیرها جناب آقای امین بلوردی بهمن، جناب آقای عباس رهبری و آقای آرشا کچویان. از همه عزیزان سپاسگزارم. من ختم جلسه رو در ساعت 19:40 به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 8 مای اعلام می‌کنم. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.